در روزهای اسفند ماه هستیم و اسفند گره خورده به اسم نیروهای ملی ایران و تلاش‌ها و زحمت‌هایی که کشیدند در طول چندین دهه تا حقوق این ملت رو احقاق کنند و ایران رو به اطلاعی برسانند که شاید خیلی از دشمنان داخلی و خارجی ما نخواهند. جا داره توی همین روزها یادی بکنم از شهید هدا صابر، مردی که بارها و بارها در رابطه با این موضوع بحث دکتر مصدق مقاله ها نوشت، کتاب ها نوشت، سخنرانی ها کرد و بررسی کرد که موضوع دقیقاً چه بود و چه زوایایی داشت. ما امروز در پنلی که به بررسی موضوع خواهیم پرداخت، دو مهمان عزیز ما هر کدام 3 فرصت 15 دقیقه‌ای خواهند داشت جهت سخنرانی، جمعاً 6 تا 15 دقیقه. در این بین دوستان حاضر در سالن اگر سوالی هم دارند، هستن دوستان در سالن که برگه‌های سوال کتبی رو بگیرن و سوال طرح بشه. برای شروع بحث و موضوع آغاز می‌کنیم از جناب آقای دکتر کاشانی تا طرح موضوع کنند و بحث رو آغاز کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت خانم‌ها و آقایان دانشگاه علامه طباطبایی و در این تالار که دانشکده حقوق و ارتباط تام می‌داره با مسائل دوران نهضت ملی ایران که سال‌های 1320 تا 1340، این دوران یکی از پربار، یعنی در حقیقت پربارترین دوران مشروطیت از این جهت که ملت ایران به دنبال یک دگرگونی مسالمت‌آمیز برای انتقال حاکمیت به ملت ایران، یعنی حاکمیت استبدادی رو پایان بده و حاکمیت ملی در کشور برقرار بشه، منتها در یک تحول آرام و مسالمت آمیز. نکته که در اینجا باید بهش توجه کنید این هست که رویدادهای این دوران رویدادهایی است بسیار پربار، عمیق، ریشه‌دار. آغاز مبارزاتی که بعد از اشغال ایران از سوی متفقین شد در این مسیر بود که انتخابات آزاد و عادلانه در ایران برگزار بشه، چیزی که در حقیقت حاکمیت موجود در کشور موافقش نبود و بالاتر از اون سیاست انگلستان که قدرت مطلق در کشور بود و توانسته بود با اشغال ایران رضا شاه رو تبعید بکنه، با برگزاری چنین انتخاباتی موافق نبود و تن در نمی‌داد. بنابراین واقعاً مبارزه بسیار دشواری صورت گرفت در خلال یک دهه، یعنی از سال 1322 که انتخابات دوره 14 تا انتخابات دوره 16 مجلس در سال 1328 و آغاز سال 29. این مبارزات مسالمت‌آمیز قطعاً با خشم و برخورد دستگاه‌های دولتی روبرو می‌شد و بسیاری از سران نهضت ملی ایران بازداشت و تبعید شدند. ولی سرانجام یک پیروزی نسبی نصیب پیشگامان نهضت ملی ایران شد. از نقطه نظر هدف‌ها در سال 1329 این هدف‌ها در 4 زمینه مشخص شد که این هدف‌ها در حقیقت بازتاب این مبارزات یک دهه گذشته و در واقع ریشه در متمم قانون اساسی مشروطیت داشت. یکی از این هدف‌ها آزادی مطبوعات. چرا؟ برای اینکه مطبوعات عملاً تحت نفوذ دسته‌های حاکمیت بودند. یک قانونی در سال 1327 تصویب شد به نام قانون اقبال زنگنه
که این قانون سختگیری های زیادی برای ارباب مطبوعات و صاحبان قلم به وجود آورده بود. در دی ماه 1339 گروهی از روزنامه‌نگاران در مجلس متحصن شدند و این تحصن با پشتیبانی آیت الله کاشانی صورت گرفت و سرانجام نمایندگان هواداران نهضت ملی که در انتخابات دوره 16 وارد مجلس شده بودند یک ماده واحده تصویب کردند که قانون اقبال زنگنه را لغو کردند. متن این ماده رو میخونم چون این تأثیر گذاشته روی کل رویدادهای این دوران. متن این ماده واحده اینه که کلیه قوانین مربوط به مطبوعات به استثنای قانون 5 محرم 1326 قمری که قانون مطبوعات صدر مشروطیتی ملغا اعلام می شود، چنانچه قانون جدیدی لازم باشد دولت مکلف است در ظرف 1 ماه لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم نماید. پس با لغو قوانین ظالمانه مطبوعاتی آزادی مطبوعات در کشور تضمین شد و از همین رو دوران نهضت ملی ایران پربارترین دوران تاریخ ایران از جهت آزادی قلم و مطبوعات و به همین دلیل تمام زوایای رویدادهای این دوران از دید اصحاب قلم پنهان نمونده و اینها را همه رو دربارش مقاله نوشتن، روشنگری کردن و این خودش یه منبع گرانبهایی برای مطبوعات هست. در این زمینه یک اشاره کوتاه هم می کنم و اون این است که به محض اینکه این قانون تصویب شد روزنامه‌نگاران متحصن به دیدن آیت الله کاشانی رفتن و ایشون هم یک پیامی درباره قوانین ظالمانه مطبوعاتی داد که اینطور بود که از تصویب دوره 15 مجلس شورا گذشته و بهترین وسیله به دست دیگانگان و عمال داخلی آنها برای محو آزادی و مشروطیت به شما میرفت و مملکتی را به قهقرا و ذلت سوق میداد و موجب یأس آزادی خواهان از هر گونه اصلاحات عمومی و اجتماعی شده بود، لغو آن در این دوره مجلس یعنی دی ماه 1329 موجب امیدواری یک کامل گردید. این پیامی بود که به روزنامه‌نگاران و به مجلس داده شد. اقدام دومی که بیدرنگ انجام شد در بهمن 1329 این هم از گام‌های بزرگ تاریخ حقوق ایرانه و اون این است که به رغم اینکه در اصل 10 متمم قانون اساسی بازداشت های خود سرانه منع شده بود و این اصل 10 متمم یک اصل مترقی بود که از قانون اساسی بلژیک گرفته شده بود، ولی یک قانونی در کشور ما وجود داشت به نام قانون حکومت نظامی مربوط به سال 1290 خورشیدی، یعنی 10 در واقع قبل از آمدن رضا شاه به قدرت. این قانون در حقیقت اجازه میداد که دولت‌ها هر کسی رو که سوء ظن مخالفت با دولت و مشروطیت رو دارن بازداشت کنن و بعد هم که بازداشت میکردن تا رفع سوء ظن نشد در بازداشت نگه میداشتن. پس در واقع متمم قانون اساسی مشروطیت عملا منتفی شده بود با این قانون حکومت نظامی که دولت‌ها حق داشتن طبق این ماده هر کسی رو که می‌خواستن به صرف سوء ظن در حقیقت اتهام بازداشت کنن. در این زمینه هم یک ماده واحده‌ای به مجلس داده شد و در بهمن 1329 که این قانون 1290 رو مقید کردن، گفتن دولت حق نداره اعلان حکومت نظامی بکنه مگر در موارد اضطراری و سپس باید ظرف 1 هفته مجلس حکومت نظامی رو قانون حکومت نظامی رو تصویب بکنه. اگر ظرف 1 هفته لایحه دولت نبده مجلس
و حکومت نظامی لغو نشه، حکومت نظامی خود به خود مرباست. با این دو حرکت مهم، یعنی یکی آزادی مطبوعات و یکی لغو بازداشت‌های خودسرانه، در حقیقت پایه‌های آزادی و مردم سالاری در کشور تثبیت شد. اما دو هدف دیگه در سال 1329 داشتند. یکی اصلاح قانون انتخابات مجلس، چون قانون انتخابات مجلس که هنوز هم معتبر متاسفانه در سال 1290 خورشیدی تصویب شده بود و قطعاً پاسخگوی انتخابات آزاد نداشت. منافذی وجود داشت که هم دولت‌ها هم انگلیس‌ها استفاده می‌کردن، عوامل خودشون رو وارد مجلس می‌کردن. بنابراین هدف سوم پیشگامان نهضت ملی ایران اصلاح قانون انتخابات و بروز درآوردن. و چهارمین هدف ملی کردن صنعت نفت بود که در اسفند 1329 در مجلس شورا و سنا به تصویب رسید. نهضت ملی ایران با این پشتوانه قوی، یعنی مجلس نیرومند دوره 16، پشتیبانی آیت الله کاشانی، علما و مراجع در سراسر کشور و ملت ایران که بعد از اشغال ایران و اون ناامیدی و یأس و پراکندگی متحد شده، این نهضت به پیروزی رسید. هدفی که برای دولت مصدق که در اردیبهشت به نخست وزیری رسید، دو هدف تعیین شد. یکی اصلاح قانون انتخابات، یکی اجرای قانون ملی کردن نفت. اما بخش اول سخنم رو میخوام با این پرسش پایان بدم و اون این است که یک نهضتی با این هدفهای عالی، با این پشتوانه عظیم مردمی، چه اتفاقی رخ داد که در ظرف 2 سال و 4 ماه شکست خورد؟ نه تنها شکست خورد، بلکه اتحاد و یک پارچگی مردم به طور کامل متلاشی شد، به طوری که این اتحاد جای خودشو به یک کویر داد که این کویر فاجعه‌ای بود که در تاریخ حقوق ایران و تاریخ ایران اتفاق افتاد. این دوران 2 سال و 4 ماهه انبوهی از رویدادها درش وجود دارد که شایسته اینه که ده‌ها همایش و جلسه برای بررسی این رویدادها گذاشته بشه. فعلا در این جلسه گذاشته شده که به هر حال سیاست‌های داخلی دکتر مصدق، در حالی که در این دوره کشور ما درگیر سیاست‌های خارجی شدیدترین و نیرومندترین چالش رو ایران با انگلستان داشت. دولت آمریکا برخلاف تمام تبلیغاتی که شده پشتیبان نهضت ملی ایران بود به دلیل اسناد و مدارکی که وجود داره. دولت اتحاد جماهیر شوروی از طریق حزب توده در ایران دخالت میکرد و نفوذ داشت که این هم در جای خودش یک پدیده مهم. پس بنابراین امیدوارم که در این جلسه من بتوانم به این پرسش پاسخ بدم و کلن این پرسش بالاخره بعد از گذشتن 65 سال از اون رویدادها روشن بشه که این نهضت با داشتن این پشتوانه مردمی چرا شکست خورد. ولی همینجا فقط اشاره میکنم که رویدادهای دوران نهضت ملی ایران پیچیده ترین رویدادهای تاریخ قرن 20. یعنی در قرن 20 ما 2 جنگ جهانی داشتیم، ولی تاریخ این جنگ ها نوشته شده. جنگ اول، جنگ دوم، تقریبا صریحاً میگم که هیچ پیچیدگی در این 2 جنگ جهانی نداشته. ولی تاریخ نهضت ملی ایران چنان پیچیدگی هایی داره که نه تنها در اون زمان رازهای شکست روشن نشد، به جرأت میگم هنوز هم این رازها روشن نیست. پس بنابراین دانشجویان دانشگاه، به ویژه دانشجویان حقوق، باید این پدیده رو مثل یک موضوع حقوق مدنی تلقی کنند.
که همون جور که با موشکافی میان مسائل حقوق مدنی را حل میکنیم، امیدوارم که یک دید علمی، حقوقی در این قضیه داشته باشیم صرف نظر از اشخاص، تا ببینیم این پدیده های شگفت‌انگیز در حقوق و تاریخ ایران به چه ترتیب اتفاق افتاده. خیلی ممنون و متشکر از آقای دکتر کاشانی. طرح سوال شد و حالا میریم سراغ آقای دکتر باوند عزیز تا ادامه بدن و ببینیم پرسشی به این پاسخ که چه شد نهضت ملی ایران این گونه شد. بله، با سپاس و تشکر فراوان از برگزار کنندگان این جلسه، به خصوص در شرایطی که چند روز بعد سال روز درگذشت چادروان دکتر محمد مصدق است، در حال راد مردی که در راه آزادی و استقلال و مبارزه با استعمار و استبداد تلاش بیکران خودش رو با صداقت تمام پیگیر بود و در این راه گذر نقد جان باخت. ببینید، مسائل داخلی ما همونطور که اشاره شد ارتباط تنگاتنگ با شرایط خارجی وقت جهان، منطقه و ایران داشت. مبارزه آغاز شد برای کوتاه کردن دست نهادی که تأمین کننده مسائل و منافع استعمار و خواهان حفظ وضع موجود برای استمرار بهره برداری از این منافع و هر تحولی که به نحوی از آنها ممکن است سبب توقف این استمرار منافع بشود، بر آن بود که اجازه ندهد انجام شود. با دخالت‌های مکرر خود در پروسه ساختار سیاسی ایران، بنابراین اون چی که به نام نهضت ملی نفت آغاز شد، نه تنها در بُعد اقتصادی مسئله بلکه در بُعد سیاسی آن، چیزی که خود دکتر مصدق به عنوان رنسانس سیاسی ازش یاد کرد، یعنی اینکه ملت ایران آزادی عمل خودش رو آری از نفوذ بیگانگان بتواند در تعیین سرنوشت خود زینه و زیمدخل باشه و فراتر از اون آزادی های اساسی که از به هر حال در نظام های استبدادی معمولا جا و مکانی نداره، آزادی های اساسی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود انجام بگیره و به عبارت دیگر مسئله قانون مشروطیت که تا حدودی بخشی از آن عقیم مانده بود احیا بشود در همین راستا. و اما نیل به این مقصود میباید با بهره گیری از شرایط و مقتضیات روز باشد. مسئله چند نکته ایست که میخواهم اشاره کنم و درایت و کیاستی که ما بتوانیم از این رویدادها، تعارضها و تضادها استفاده بهینه بنماییم در راه نیل به اون هدف بزرگ. بعد از جنگ بین الملل جهانی، به خصوص در اواخر جنگ، کنفرانسی در واشنگتن تشکیل شد تحت عنوان کنفرانس بین المللی انرژی. در این کنفرانس که شرکت‌های بزرگ نفتی هم و دولت‌های مربوطه اونها حضور داشتن، برام بودن که با توجه به هزینه‌هایی که در رابطه با جنگ پذیرا شده بودن، منافعی رو متقاضی بودن. آمریکایی‌ها پیشنهادی دادن
که انحصار در انرژی باید پایان داده بشه. چنانکه بعد از جنگ بین الملل اول اعلام کردند که آمریکا باید در غنایم جنگی مشارکت داشته باشه. بنابراین در قراردادهای نفتی که قبلا با عثمانی منعقد شده بود، انگلیس و فرانسه، آمریکایی ها بر آن بودند که اونها هم باید غنایم جنگی. بنابراین در کنفرانسی که در سال متشکیل شد قبول کردن که تقسیم بشه در نفت عراق 23% انگلیس ها، 23% شرکت فرانسوی که امروزش توتال، و 23% شرکت های آمریکایی و 23% رویال دوچه، 5% هم گلبانگی ها. بعد از جنگ دوم آمریکایی ها در این کنفرانس برلین انرژی تاکید داشتن انحصار، امتیازاتی که انحصاریه باید پایان داده بشه، مشارکت دیگران هم پذیرفته بشه. انگلیس ها قبول نکردند، ولی شرکت نفت ایران و انگلیس قبول کرد که مقادیر قابل توجه نفت به قیمت ارزان به شرکت های آمریکایی بفروشند. ولی آمریکایی ها برایشون قابل قبول نبود و یک رقابت پدیدار شد برای نیل به این مقصود. و این نکته هم یادآوری کنم، در رابطه بین شرکت های نفتی که یک نوع مافیاهایی بودند، هفت خواهرون، هیچ وقت در جهت خلع جایگاه یکدیگر نبودند، ولی رقابت برای مشارکت بود. بنابراین یک نظم و نسقی بین شرکت های مافیای نفتی وجود داشته. یه نکته دوم، بعد از پایان جنگ در انگلستان، دولت کارگری انگلستان برای رفع خسارات وارده و برای بازسازی به اصطلاح صدماتی که جامعه دیده بود، اقدام به ملی کردن صنایع و بانک ها کرد. به موازات اون، دولت ائتلافی فرانسه که دولت ائتلافی کمونیست ها و سوسیالیست ها بودن، اونها اقدام به ملی کردن صنایع و بانک ها زد. ملی کردن یعنی چه؟ یعنی انتقال دارایی از بخش خصوصی به دولت طبق قانون برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی به شرط پرداخت درآمد. این دو نکته. نکته سومی که در برخوردی که در رابطه با قراردادهای نفتی به خصوص در ونزوئلا پدیدار شده بود، الگوی جدیدی توافق شد بین آمریکا با شرکت نفت ونزوئلا، اصل تنسیق یا 50-50، و همین الگو پیاده شد در آرامکو با عربستان، سعودی و کویت. و از طرفی هم بروز جنگ سرد شده بود بین شرق و غرب و نظام کانتینمنت هم یا انسداد و توقف به اصطلاح انجام گرفته بود و ناتو در 1949 تشکیل شده بود. این فضای بین المللی است. در این فضا بنابراین یه جا رقابت شرق و غرب، یه جا رقابت بین انگلیس و آمریکاست، و یه جا الگوی جدیدی اومده که دیگران انجام دادند، ولی شرکت نفت ایران و انگلیس حاضر نشد. اون شرکت چه بود؟ بعد از اینکه قرارداد قوام و ساتچیکو مجلس که علم یکون اعلام کرد، مصوبه گذرون که احقاق حقوق حقی ایران که شرکت نفت آنچنان که باید شاید تعهدات خودش ایفا نکرده بود مذاکره بشه. بران مذاکرات دولت های انجام گرد و قرارداد گس و گلشاهیان منتهی شد. قرارداد گس و گلشاهیان چه بود؟ دولت انگلیس قبول کرد در قرارداد 1933 برای هر تن نفت 4 شیلینگ، قبول کرد فقط 2 شیلینگ اضافه بشه، یعنی اصل 50-50 که یک قاعده مسلط در قراردادهای انرژی بود، دولت انگلیس حاضر نشد پذیرا بشه، فقط 2 شیلینگ اضافه کرد به 4 شیلینگ. قراردادی که دولت‌های قبلی منعقد کردند و آوردن در مجلس زمان رزمارا. نهضت ملی، من چون وقت کوتاهه، جریاناتی که دکتر مصدق بنیانگذارش بود تحسن کردن در مورد انتخابات تجدید نظر کردن،
انتخابات نسبتاً آزادی انجام شد، نمایندگانی به مجلس راه پیدا کردن، اقلیت موفق شدن کمیسیون نفت تشکیل بدن. در این کمیسیون نفت قانون ملی شدن صنعت نفت و قرارداد 9 ماده‌ای مجلس تصویب شد به تصویب مجلس ملی و مجلس سنا و بعد هم توشیح شد و با بهره‌گیری از مجموعه بنابراین ملی کردن یک الگوی مترقیانه در شرایط و اوضاع احوال وقت بود، هم از سوی کشورهایی که تحت نفوذ استعمار بودن خروج از استعمار و هم خود قدرت‌های به اصطلاح استعماری برای رفع مشکلات خودش. برای از نظر حقوق بین الملل یک تصمیم قانونی با مقتضی با نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بودش. بس طرفی هم دولتی حاضر نبود الگوی جدید قراردادهای نفتی رو پذیرا بشود. بنابراین اقدامی که دولت ایران شد، خط مشی که اتخاذ شد، بهره‌جویی از این تعارض‌ها و تضادها بود. دولت انگلیس ملی کردن نفت رو به عنوان یک اقدام غیرقانونی و صدور نفت رو کالای دزدی تلقی می‌کردش و از طرفی هم متوسل شد، سعی کرد کشتی جنگی موریشس رو آورد که البته آمریکایی‌ها با اقدام نظامی نظر موافق نداشتند، ولی صدور نفت ایران رو مانع شد و البته به صورت خیلی به عنوان قاچاق نفت‌های به صورت از طریق ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها انجام گرفت و بنابراین دولت انگلیس ابتدا پیشنهاد کرد که مسئله رو به داوری ببرن بر اساس قرارداد 1933، قرارداد تبدیلی. دولت ایران نظرش این بود وقتی ملی شد قراردادی دیگری وجود نداره. دولت انگلیس این رو بهانه قرار داد، برد مسئله رو به دیوان بین‌المللی دادگستری. دیوان بین‌المللی دادگستری اولین کاری که باید بکنه باید صلاحیت خودش رو احراز بکنه که آیا صلاحیت برای رسیدگی هست یا نیست. اقدام به قرار موقت کرد. دولت ایران این رو خلاف رویه و قاعده دیوان تلقی کرد. بنابراین صلاحیت اجباری دیوان رو که پذیرفته بود بازپس گرفت. دولت انگلیس به دلیل اینکه ایران قرار موقت دیوان رو نپذیرفته تهدیدی است برای صلح و امنیت بین المللی، قضیه بود به شورای امنیت. در شورای امنیت دولت دکتر مصدق استفاده بهینه کرد، نه تنها از مظالم بریتانیا، عدم ایفای تعهداتش و مظالمی که وارد شد، بلکه از این کرسی موفق شد به جامعه جهانیان خواستهای معقول خردمندانه و مطلوب ایران را عرضه کنه و در نتیجه چون تشخیص داده شد که ملی کردن نفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیست، انگلستان کمیتش رو لنگ دید، فرانسه پیشنهاد کرد چون مسئله به دیوان ارجاع شده میباید مسئله متوقفش از دستور خارج بشه. دیوان بعد به صلاحیتش رسیدگی کرد، اعلام کرد در مقابل استدلال انگلیس. استدلال انگلیس چی بود؟ یک، گفت چون ایران صلاحیت دیوان رو پذیرفته، من هم پذیرفتم، دیوان صلاحیت رسیدگی داره. دو، چون ایران قراردادهای قبلا با دولت‌های سوریه و دولت‌های ترکیه، سوئیس و دانمارک منعقد کرده، در اونجا تصریح شده اگر اختلافی در رابطه با تفسیر و اجرای قرارداد پیش بیاید باید بر اساس حقوق بین الملل رسیدگی بشه، طبق اصل دول کاملت الوداد بنابراین مسئله باید در چارچوب حقوق بین الملل که تنها مرجع سالش دیوانه انجام بگیره. نکته سوم، در 1933 که اختلاف ایران و انگلیس بر سر قضیه نفت
پدیدار شده بود ارجاع شده بود به شورای اجرایی جامعه ملل. چون در اونجا جامعه ملل دو دولت بودن، بنابراین اختلاف بین دو دولته. سه دلیل بود. دیوان نظر اول میگه درست ایران صلاحیت پذیرفته، ولی اینجا تصریح کرده از قراردادهایی که از این تاریخ به بعد اگر پیش بیاید به دیوان، این مربوط به گذشته عطف به ماسبق نمیشه. دو، مسئله یک دولتی اگر به عنوان حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی و حقوقی حمایت میکنه به مرجع ارجاع میشه، این تبدیل به رابطه دولت با دولت نمیشه. و سوم اینکه استناد به اصل دوباره کاملت رو بداد، اون هم باز مربوط به آینده است. و بنابراین دیوان رد کرد نظرات انگلیس رو و رأی داد که این اختلاف بین یک دولت و یک شرکته، نه دو دولت که مورد انگلیس. بنابراین پیروزی بود رأی که دکتر مصدق انتخاب کرد. در شورای امنیت پیروزی بود، در دیوان بین‌المللی دادگستری پیروزی بود، همه بر اساس چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد. و استدلال انگلیس آنچنانی بود که بعد از اینکه من باید سه نکته رو بگم که اشاره شد چون بسیار مهمه. آمریکایی‌ها سه رویه داشتن در مورد غزه. نه، یک، حمایت تمام و کمال از اصل ملی شدن، چون از کردن خودشون مخالف بودن با اون مسئله. دو، نقش میانجیگری که اجسر حریمن رو فرستادن و حریمن رفت آمد که بین لندن و تهران. انگلیس هایی که معتقد بودن این کالای دزدیه غیرقانونی، اصل ملی شدن سلطنت نفت رو به رسمیت شناختن. حالا هیئت های اومد، هیئت های فرزمان جکسون بود، هیئت های استوکس بود، کار ندارم ولی مسائل. مرحله سوم، مرحله آمریکایی‌ها از به اصطلاح میانجیگری، مرحله بود که آمریکایی‌ها تغییر موضع میدهند. ایدن در خاطراتش میمسه ما دیدیم دکتر مصدق داره از کارت آمریکایی‌ها علیه ما استفاده میکنه. ما بران شدیم که این کارت را ازش بگیریم. در اجلاس جامعه ملل که در پاریس بود، هنوز به نیویورک نرفته بود، با آچسن وزیر خارجه وارد گفتگو میشیم، پیشنهاد مشارکت میدیم. پیشنهادی که قبول نکرده بودن در 1945 جلو چهار ببخشید. و بنابراین ابتدا استقبال نمیشه. ولی بعد از مذاکرات پی در پی آمریکایی ها موافقت میکنن که مشارکت انجام میگیره. خب به دنبال مشارکت پیشنهاد بانک بین‌المللیه. بانک بین‌المللی چه بود پیشنهادش؟ پیشنهادی بود که من اصلا به ملی شدن صنعت نفت و خلیج کاری ندارم. من به هر ترتیبی که مقتضی بدانم، حتی همکاری شرکت نفت، میباید اداره بکنم. استدلال ایران این بود. تمام این جنبش نهضت پیرامون ملی شدن صنعت نفت بود. اگر قرار بشه ملت ایران ملی شدن و خلی همه رو نادیده بگیره فقط برای چند مثلا مقداری که پول بگیرید، اصلا با فلسفه نهضت مبارزه مردم ایران بنابراین براش قابل قبول نبود. من اینجا میذارم آمریکا رو. این مهمه یادآوری کنم نکته موضع شوروی استالین رو. ببینید برای استالین حوادثی، جنبش هایی که فرایندش در طیف جهان غرب حل و فصل می شد، قابل اطمینان و اعتماد نبود. برای استالین، گاندی، نهرو، مصدق، اینها شخصیت هایی بودن که مصالحشون نهایتا در چارچوب جهان سرمایه‌داری حل و فصل می شد. دو، برای باز استالین، جنبش هایی که دژ سوسیالیسم یعنی روسیه دخالتی نداشته، قابل اعتماد نبود. سه، استالین معتقد بود این رقابت آمریکا و انگلیس، انگلیس امپریالیسم فرسوده و فرتوت رو به افول، آمریکا امپریالیسم حاده. سیاست استراتژی کانتینمنت هم ایجاد شده بود. آمریکا بران است که در این منطقه مسلط بشه. بنابراین برای استالین وجود وضع موجود که انگلیس ها بودن
اولویت داشت و تغییری که تبدیل بشه به قدرت دیگری. بنابراین حزب توده و استالین از ابتدا در راستای حفظ وضع موجود و شکست نهضت ملی. حزب توده حتی برای اینکه کوتاه کنه، دکتر مصدق میگفت مصدق سلطنه، یعنی این از چیز فئودالیست و اشراف هستن، اصلا با فلسفه نهضت و ارزش‌های مردمی نیست جایگاهی ندارن و ایجاد اختلال دستن. انگلیس‌ها تمام تبلیغاتش این بود که دولت دکتر مصدق توانایی مدیریت جامعه رو نداره و همون رویدادی که برای دکتر بنش در چکسلواکی اتفاق افتاد، کمونیست‌ها کودتا کردن، دقیقاً حزب توده سعی می‌کرد نشون بده که اخلال بکنه دولت دکتر مصدق مدیریت نداره، آمریکایی‌ها وحشتناک بشن، جنگ سخته، برای جلوگیری از کمونیست‌ها هم داستان بشن برای. خب بنابراین این نگاه روسی و شوروی بود. حتی بعد از فوت استالین هم مالنکوف اومد پیشنهاد همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب داد. بنابراین میخوام بگم جریانی که به اون روند منتهی میشه، کودتا، تصادفاً در این مقطع تاریخی از سه زاویه متفاوت سه دولت همسویی داشتن. به همین دولت بعد از 28 مرداد با تمام نیازی که دکتر مصدق مالی داشت محاصره شده بود، حاضر نشدن پولا و طلای ایران رو بدن، ولی به محض اینکه کودتا شد به دولت زاهدی پرداخت کردن. میخوام بگم این سه مورد. بنابراین بعد از توافقی که در پاریس میشه، پیشنهاد ترومن و چرچیل، چون حزب محافظه‌کار روی کار اومده بود، پیشنهاد بعدش پیشنهاد آیزنهاور و چرچیل که یه حالت شبه اولتیماتوم داشت. بنابراین دکتر مصدق در قبال پیشنهادهایی که حتی خیلی ها هم میگن پیشنهاد بانک بین‌المللی، اصلا ماهیت پیشنهاد رو دقیقا نمیدانند چه بوده است، ایستادگی کرد در قبال این پیشنهادات، به خصوص آمریکا که موضع سومش در نتیجه پذیرش اصل مشارکت. و یک نکته من فقط باید اضافه کنم، اون جنبه آچستان که ببخشید هریمن که اومده بود تهران، گفت ایرانیان اطلاع از ضوابط نظام بین‌المللی انرژی ندارن، یعنی نظر کارشناسی ندارن، چون اشخاصی بودن که نقش کارشناسی معتقد بودن که پایداری ما چون نیاز داره غم گریز نامزید تسلیم خواهد شد، ولی خب در نتیجه عدم صدور نفت، افزایش نفت کویت بود، افزایش نفت عراق بود و امثال هم. این فقط میخوام بگم تخصص باید یادآوری کنیم که تخصص همیشه لازم بوده در تعاملات، برخوردها، نظر کارشناسی، ضمن نگرش سیاسی. بنابراین دکتر مصدق در راستای ایستادگیش برای نهضتی که هنوز الهام بخشه. ببینید امیرکبیر 4 سال صدر اعظم بود، شاید کمتر از 4 سال، ولی طرح‌ها و پیشنهاداتشون برای آینده مملکت خودش هم رفت، ولی هنوز امیرکبیر الهام بخشه. قوام سلطنه در قضیه آذربایجان خدمت کرد ولی الهام بخش نیست، مصدق هنوز الهام بخشه، جامعه ما هنوز به اون خواستها و درخواستهایی که مشروطیت آغاز کرده بود، نهضت ملی دنبالش رفته بود، هنوز به اون اهداف نائل نشده. هنوز برای آزادی، برای مردم سالاری، برای حقوق بشر و برای حکومت قانون میباید پوشا باشیم. مصدق در این رهگذر نقدجانباخت و دیگرانی که در این راستا تلاش و کشش و میراثی برای ما گذاشتن، ما باید پیگیر این میراث باشیم. خیلی ممنون از بحث طبقه بندی شده و مرتب جناب دکتر باوند. در مدتی که جناب دکتر سخنرانی می‌کردن، آقای دکتر کاشانی نکاتی رو مفصلا نوشتن. ببینیم که چند دقیقه است.
20 دقیقه با توجه به اینکه دکتر 5 دقیقه بیشتر صحبت کرد. همونطور که در بخش اول سخنرانی اشاره کردم، این رویدادهای دوران نهضت ملی ایران پوشیده است، سرپوش توش گذاشته شده، صدها جلد کتاب عرضه شده به جامعه ایرانی که در اینها جز تحریف، سانسور، پرده پوشی بر رویدادهای تاریخ ایران نشد و بنابراین واقعا هر یک از جریانها و اتفاقات این دوران ارزش یک همایش مستقل داره که دربارش بحث بشه. ولی این پرسشی که من مطرح کردم، این پرسش بنیادیه. چرا؟ برای اینکه هم ما با این پرسش تاریخ ایران رو میشناسیم، هم رویدادهای امروز جامعه‌مون میتونیم یک آنالیز دقیق ازش داشته باشیم. من به عنوان چند تا واقعیت تاریخی میخوام به این نکته اشاره کنم که مصدق موافق ملی کردن صنعت نفت نبود. برخلاف تبلیغات شدید و فراوانی شده که ایشون رو به عنوان پایه‌گذار ملی کردن نفت معرفی کردن، در این زمینه یک نوشته و سند مکتوب وجود داره مربوط به لایحه الحاقی که دولت وقت در سال 1328 به مجلس داد که آقای دکتر باوند هم اشاره کردن، برای اینکه انگلیس ها برای جلب رضایت ایران گفتن ما دو شیلینگ به حق امتیاز ایران اضافه میکنیم که از 4 شیلینگ بشه 6 شیلینگ. نمایندگان اقلیت مجلس دوران 15 که پشتیبانی آیت الله کاشانی رو داشتن ایستادگی کردن در برابر این لایحه الحاقی، گفتن این لایحه الحاقی که حق امتیاز ایران دو شیلینگ بره بالا، این پاسخگوی نیازهای ملت ایران نیست که 60 سال انگلیس ها مسلط بشن بر معادن نفتی ایران. بنابراین یک جلسات با شکوه و ایستادگی درخشانی در مجلس 15 در سال 28 انجام شد. اما در همین زمان جناب مصدق که در احمد آباد و خانه نشین بود نامه‌ای به مجلس نوشت و قرارداد الحاقی را تایید کرد که این نامه به خط خود ایشون وجود داره. ولی من در اینجا فقط یک پاراگراف کوچک از این نامه رو میخونم. ایشون گفتن که در صورتی که لایحه، یعنی لایحه الحاقی باید بگذرد، اگر می توانید درباره ماده واحد توضیح دهید که 6 شیلینگ حق امتیاز ایران به لیره طلا پرداخته بشه، یعنی نه اسکناس پول انگلیس، به طلا پرداخته بشه. آخر این نامه هم میگن وای به حال شما، بدا به حال شما اگر از درج این توضیح هم خودداری کنید، یعنی لایحه الحاقی رو تایید کنید، فقط اضافه کنید که 6 شیلینگی که به ایران میدن به طلا پرداخت بشه. یک شهادت بسیار جالب من براتون بگم از حسین مکی که در واقع سرسلسله مخالفت ها با لایحه الحاقی در مجلس 15 بود. این عیناً در کتاب خودش آورده، در برگ 80 از کتاب خودش اینطور نوشته. نوشته در مبارزات نمایندگان دوره 15 مجلس علیه قراردادهای اسارتبار انگلستان از جانب دکتر مصدق خانه نشین قدمی برداشته نشده است و ایشان فقط به اصرار من، یعنی حسین مکی، دو نامه به مجلس نوشتند، آن هم نه در مخالفت با قرارداد بلکه اظهار عقیده بود که پول نفت را به جای پول کاغذی لیره طلا از انگلستان بگیرید. این کتاب حسین مکیه که در صفحه 80ش این شهادت رو داده. یادآوری میکنم حسین مکی از هواداران سرسخت مصدق بوده، یعنی مخالفت و دشمنی هم باهاش نداشت. اما در باره قانون ملی کردن نفت این رو هم اشاره کنم که طرح ملی کردن نفت وقتی در آبان 1329 تنظیم شد به خط همین حسین مکی،
اولین امضا مال آیت الله کاشانیه و بقیه نمایندگان اقلیت مجلس 15 و مصدق این طرح رو امضا نکرد. این مستند وجود داره. تا یک ماه بعد که لایحه الحاقی رد شد امضای خودش رو گذاشت و این آخرین امضاست. بنابراین این تبلیغاتی که شده که او رو به عنوان پایه‌گذار ملی کردن نفت معرفی میکنن با این مستندات تاریخی که من فشرده اشاره کردم مطلقا تطبیق نمی کنم. مطلب بعدی که باید اشاره کنم این هست که شخص دکتر مصدق در دوران 2 سال و 4 ماه نخست وزیری خودش به برنامه‌ای که به مجلس داد، یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی کردن نفت، عمل نکرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که انتخابات دوره 17 با قانون انتخابات 1290 خورشیدی برگزار شد با اعمال نفوذ. و همین موضوع مهمترین عاملی بود که نهضت ملی ایران از پشتوانه یک مجلس نیرومند برخوردار شد. قانون ملی کردن نفت رو در خلال 2 سال و 4 ماه نخست وزیری خودش اجرا نکرد. چرا اجرا نکرد؟ مجلس پشتیبان، آیت الله کاشانی، روحانیت، ملت، همه پشتیبان. انگلیس ها هم ناچار شده بودن اصل ملی کردن نفت رو بپذیرن، البته تحت فشار آمریکا. پس اون چه که از اختلاف ایران و انگلیس باقی مونده بود فقط یک چیز بود و اون پرداخت غرامت انبار شرکت نفت انگلیس در ایران. آیا این غیر قابل حل بود؟ همینجا من اشاره می کنم 3 پیشنهاد به ابتکار آمریکا به ایران داده شد. یکی پیشنهاد بانک جهانی که برای 2 سال موقتاً صادرات نفت ایران انجام بشه با یک شروطی که به ضرر ایران نبود، خلاف قانون ملی کردن نفت نبود، ولی میتونست بحران مالی ایران رو حل کنه. چرا؟ چون ایران دچار بحران شدید مالی شد بعد از توقف صدور نفت که انگلستان به دنبال شد. پیشنهاد دومی آمریکا یاد دادن در شهریور 1331 به نام پیشنهاد مشترک اول، بسیار پیشنهاد مثبتی بود. باز مصدق این رو به مجلس ارائه نکرد و رد کرد عملاً. پیشنهاد سوم در بهمن و اسفند 1331 داده شد که بسیار پیشنهاد مثبتی بود و در واقع میتونم بگم پیشنهاد عالی بود. خوشبختانه مندرجات این پیشنهادها وجود داره. همه کارشناسان شرکت نفت موافق با پذیرش این پیشنهاد بودند، چون به بنبست مالی ایران خاتمه میداد، نفت ایران صادر میشد و نهضت ملی ایران از بنبست مالی بیرون میومد. تبلیغات زیادی شده، الان هم اشاره کردن به این که دولت مصدق توانست دعوای شرکت نفت انگلیس در دیوان بین المللی دادگستری رو در واقع برسونه به قرار عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری. ای کاش آقای دکتر منصوریان که استاد این دانشکده حسن الان بودن، من از حرفای ایشون یک استفاده میکردم. ایشون در دیوان داوری ایران و آمریکا با ما همکاری میکردن. یکی از بزرگترین مشکلات ما در دیوان داوری ایران و آمریکا این بود که ما یک سرداور داشتیم و یک سرداور عملا میتونست به طرف آمریکایی ها بره و این بزرگترین چالشی بود که ما در این دیوان داشتیم. ولی دیوان بین المللی دادگستری ارگان قضایی سازمان ملل متحد بود، 14 قاضی داشت و 1 قاضی اختصاصی از ایران. اگر این دیوان به دعوای شرکت نفت انگلیس رسیدگی میکرد کاملا به نفع ایران. پس بنابراین اون که بگیم این دیوان قرار عدم صلاحیتش رو صادر کرد یک پیروزی نصیب ایران شد، این حرفه. من هنوز هم به این عقیده هستم اگر یه روز جلسه مستقلی
درباره این قضیه گذاشته بشه آمادگی دارم که نشون بدم که بهترین مرجع قضایی برای تعیین غرامت برای بین ایران و شرکت نفت انگلیس دیوان بین المللی دادگستری بود. چرا؟ چون ادعاهای متقابل ایران رو همین دیوان رسیدگی میکرد و در نتیجه از یک غرامت سنگین ایران نجات پیدا میکرد. آلترناتیو همه اینا چی شد؟ یعنی رد پیشنهاد بانک جهانی، رد پیشنهاد مشترک اول و دوم آمریکا. آلترناتیوش این بود که نهضت ملی ایران به دلیل بن‌بست مالی شکست خورد و ایران در حال شکست اسیر قرارداد کنسرسیوم شد. یعنی 100% نفت ایران به کنترل دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس در بود. اینها واقعیت‌های حقوقی این دورانی روش کاملا سرپوش گذاشته میشه، مطلقا حرفی ازش زده نمیشه. ولی اگر واقعا دانشجویان حقوق و رشته‌های دیگه رو هر یک از این مسائل جلسات مستقل بذارن، اینها شایسته دیگه این رو دارن که مورد بحث و گفتگو قرار بگیرن. اما در صحنه سیاسی، سیاست انگلستان برچیدن بساط نهضت ملی ایران، این موضوع خوشبختانه در یک سندی آمده که از اسناد وزارت خارجه آمریکاست که در حقیقت این اسناد وزارت خارجه آمریکا منبع بسیار گرانبهایی است برای تاریخ نهضت ملی ایران که کمتر در بهش استناد میشه و در حقیقت کسانی که میخوان این دوران رو روش سرپوش بذارن این اسناد گرانبهای وزارت خارجه آمریکا رو هم سانسور میکنن. من در اینجا سندی رو میخونم برای شما، تاریخش هست 14 مارس 1951 برابر با 23 اسفند 1329 که توی اسناد وزارت خارجه آمریکا اومده. در این جلد 1 برگ 35 میگه، اینو سفیر آمریکا میگه، میگه با اینکه نظر بریتانیا را در این باره نمیدانیم ولی چندی پیش انگلیس ها گفتند شاه بایستی حکومت نظامی اعلام و پارلمان را منحل کند. بنابراین منحل کردن پارلمان یعنی مجلس 16 و در نتیجه مجلس 17 طبق این سند سیاست انگلستان بوده. اما یک سلسله اقداماتی انجام شد که زمینه انحلال مجلس 17 که کلید رویدادهای این تاریخ روشن میشه. اینها رو من فقط فهرستوار اشاره میکنم برای اینکه در این 20 دقیقه که 10 دقیقه باقی مونده بتونم به یک نقطه برسم. اقداماتی که در این راستا انجام شده که اگر از همه شما بپرسم بعید بدونی، در این حال هم شگفت‌انگیزه هم مجرمانه. انتخابات دوره 17 که اولین انتخاباتی بود که در دوران نهضت ملی انجام شد، همه امید داشتن که یک مجلس نیرومند انتخاب بشه، شخص مصدق در جریان برگزاری انتخابات یک تصدیق‌نامه در هیئت وزیران گذروند. در میانه جریان انتخابات رو متوقف کرد با یه دستاویز پوچ که چون دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرحه، ممکن انگلیس ها سوء استفاده بکنن، فعلا بقیه انتخابات متوقف میشه. متوقف شد تا بعد از 28 مرداد که دیگه انتخابات برگزار نشه. اما نتیجه این تصدیق‌نامه که دو تا اعلام جرم تفصیلی علیه این اقدام وجود داره ولی دادگستری اون زمان پیگرد نکرد، این بود که 56 نماینده از مجلس ملی، شورای ملی که 136 نماینده داشت وارد مجلس نشد. یعنی نزدیک به نیمی از حوزه های انتخابی بدون نماینده بودن. حالا چه حوزه هایی؟ شیراز که یکی از مهمترین حوزه هایی بود که سردار فاخر حکمت همیشه رئیس مجلس میشد، از شیراز انتخاب میشد، لیاقتش رو هم داشت، فرد مستقلی هم بود.
مشهد که سید محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس شورای ملی دوره 14 نامزد بود و انتخاب شده بود، ولی انتخابات مشهد هم ابطال شد. رشت، اصفهان، کاشان، سبزوار، تمام این شهرهایی که در حقیقت بخش عمده نمایندگان مجلس بعد از اینجا می اومدن، اینها بدون نماینده شدن. آیا این دولت ملی میتونه باشه؟ یعنی مجلس شورای ملی که مظهر مشروطیت، 56 نمایندش رو اجازه نده وارد مجلس بشن. این مهمترین ضربتی بود که به پیکر مجلس وارد شد و این مجلس رو در وضعیت شکننده قرار داد. اقدامات بعدی این هست که در مرداد و دیماه 1331 به ناروا و با فشار شدید توانست اختیار قانونگذاری را از مجلس بگیره. یعنی دیگه دوره 17 مجلس قانونگذاری ما نداشتیم، یعنی مشروطیت به باد رفت. کی کمک اصلی رو کرد؟ حزب توده، چون حزب توده بزرگترین حامی خیابانی اقدامات مصدق. میرسیم به تیر و مرداد سال 32 که در واقع کلید انحلال مجلس زده میشه. چرا مجلس باید منحل بشه؟ مجلسی که از 136 نماینده 56 تا نداره، اختیار قانونگذاری ازش گرفته شده و حالا میخوان این مجلس رو منحل کنن. چرا؟ این راز دیگه امروزه راز نیست. حالا من برای شما باز یک سندی رو میخونم از اسناد وزارت خارجه آمریکا، ببینید که چگونه مقدمات کار با توافق انگلستان و آمریکا فراهم شده تا برنامه منحل کردن مجلس کلید زده میشه. سندی است در اسناد وزارت خارجه آمریکا، این سند در جلد دوم برگ‌های 1115 و 1118 آمده، تاریخش هست 9 خرداد 1332 3 می 1953. سفیر آمریکا دیدار میکنه با شاه و پیشنهاد میده به شاه که مصدق برکنار بشه و زاهدی نخست وزیر بشه. این سند خیلی مفصله، من اگه بخوام همه رو بخونم طولانیه، ولی شاه مخالفت میکنه، میگه من ترجیح میدم که اولا میگه اگر زاهدی بخواد نخست وزیر بشه باید از راه قانونی و پارلمانی انتخاب بشه، نه از طریق کودتا. بنابراین این سخن شاهه که الان در ایران و در جهان وجود نداره، ولی در اسناد وزارت خارجه آمریکا سخنش بازتاب داره. دوم اینه که میگه ترجیح من این است که قانون ملی کردن نفت به دست مصدق حل بشه. پس این دو شرط رو شاه میذاره که نخست وزیری زاهدی باید قانونی باشه و پارلمانی. بعد از این توافق که در 9 خرداد 1332 انجام میشه، در 22 تیر 1332 مصدق فکر منحل کردن مجلس رو مطرح میکنه. شگفت‌انگیز اینه که همه هوادارانش مخالفت میکنه، یعنی گروه ها، فراکسیون هایی که تو مجلس بودن، وزرای او، نمایندگان هوادار او در مجلس. من شهادت دو تن از اینها رو برای شما میخونم. اول دکتر سنجابیه که مدعی شده که میگه من وقتی مصدق با من مطرح کرد که میخوام مجلس رو منحل کنم با این دستاویز که ممکنه این مجلس استیضاح بکنه منو و منو برکنار کنه، یعنی عذر بدتر از گناه، یعنی برای اینکه استیضاح به نتیجه نرسه من مجلس رو منحل میکنم، ولی این در واقع عذر. سنجابی ببینید چی میگه. من در کتابم نوشتم ایشان در مورد رفراندوم نظر مرا خواستن با این بیان که مجلس ما را خواهد زد و طریق رفراندوم را بازگو کردن،
گفتم اولا شما اکثریت قاطع در مجلس دارید و هیچ نگرانی در این مورد نداشته باشید. اما در مورد رفراندوم شما قائل به مجلس هستید، یعنی از مجلس رأی اعتماد گرفتید و اگر مجلس نباشد شاه زودتر دستش برای زدن دولت شما آزاد می شود. مخصوصا این که سنت بر این جاری بوده است که همیشه در هنگام فتره، یعنی موقعی که مجلس تعطیل می شود. اول دکتر سنجابی که مدعی شده که میگه من وقتی مصدق با من مطرح کرد که میخوام مجلس رو منحل کنم با این دستاویز که ممکنه این مجلس استیضاح بکنه منو و منو برکنار کنه، یعنی عضو بدتر از گناه، یعنی برای استیضاح به نتیجه نمیشه من مجلس رو منحل میکنم، من این در واقع عضو بود. سنجابی رو من در کتاب هم نوشتم شاید از خود رفراندوم نظر مرا خواست با این بیان که مجلس ما را خواهد و طریق رفراندوم را خواهد کرد. گفتم اولا شما اکثریت قاطع در مجلس دارید و هیچ نگرانی در این مورد نداشته باشید، اما در مورد رفراندوم شما قائل به مجلس هستید، یعنی از مجلس رأی اعتماد گرفتید و اگر مجلس نباشد شاه زودتر دستش برای زدن دولت شما آزاد می شود. مخصوصا این که سنت بر این جاری بوده است که همیشه در هنگام فتره، یعنی موقعی که مجلس تعطیل می شه، از رو نصب نخست وزیران با شخص پادشاه است که البته طبیعی و منطقی است. تنها جوابی که به من داد شهادت این، گوش کنید، تنها جوابی که به من داد این بود که شاه جرأت این کار را نداره. نگفته که شاه حق نداره، میگه گفت شاه جرأت این کار را نداره. این شهادت دکتر سنجابیه که میگوید من به این طریق اعتراض خودم رو و هشدار خودم رو بیان کردم. حالا دکتر صدیقی وزیر کشور رو ببینید چی گفته. میگه به او گفتم چون شما خود انتخابات این مجلس را فراهم نموده و انجام داده اید و تصریح نموده اید که 80% نمایندگان منتخب واقعی مردمان و این مجلس هم تمام قواعد و نظرات شما را تا کنون انجام داده است، شما نباید اخلاقاً آن را منحل کنید. قانع نشد. دلیل دوم را گفتم چون چند ماه پیش در مجلس صحبت شد که دولت قصد انحلال مجلس را دارد و من به عنوان وزیر کشور آن را به طور قطع و یقین تکذیب کردم. من قادر به انجام این کار نیستم، یعنی من که وزیر کشورم نمیام روند انحلال مجلس به دست من انجام میشه، بنابراین شما به دست دیگری انجام دهید. دکتر مصدق با التماس از من خواست که تا فردا و پس فردا که روز پنجشنبه و جمعه هست من مخالفتم رو بیان نکنم و پس از آن با هم صحبت میکنیم، اگر نتیجه مطلوب به دست نیامد برای هر رویه و عملی مختار باشم. من هم قبول کردم. در فاصله این دو روز ایشان دستور دادن وکلا استعفا دادن و حدود 30-40 نفر استعفا دادن. روز شنبه که برای اداره مذاکره ادامه مذاکره قرار صحبت شد دکتر مصدق گفت آقا ما نمیخوایم مجلس را منحل کنیم، وکلا خودشان استعفا دادن، مملکت هم بدون مجلس نمیشود. ما این وضع را از مردم میپرسیم که مجلس بماند یا برود. من هم قبول کردم و رفراندوم انجام شد. پس بنابراین این دکتر صدیقی وزیر کشور مصدق هم در حقیقت مخالفت میکنه با رفراندوم و میگه در حقیقت نباید تو این مجلس رو منحل کنی، ولی اون راهش رو پیدا میکنه. 57 نفر از نماینده ها رو وادار به استعفا کرد، ولی این استعفا تأثیری نداشت چون با استعفا که مجلس منحل نمیشه. بنابراین رفراندوم غیر قانونی و خلاف قانون اساسی در مرداد سال 32 انجام شد که حالا باید ببینیم این رفراندوم خلاف قانون اساسی که در راستای خواسته انگلستان و آمریکا بود که شرایط قانونی صدور
فرمان نخست وزیری زاهدی فراهم بشه چگونه انجام شد؟ بله، دو نکته هست. من باید یادآوری کنم که دکتر اشاره فرمودن که دیوان رو میباید ببینید. دیوان وقتی رسیدگی مونه اختلاف دو دولت باشه، ولی نه یک دولت و یک شرکت. اصلا صلاحیت این کار نداره. بنابراین دعوای شرکت بود، قراردادها با شرکت بود. و بنابراین دیوان خودش رو نمیاد منتر بکنه که دعوای دولت با شرکت رو تبدیل بکنه دعوای دولت. در صورتی که دولت انگلستان تمام هماغمش این بود که دعوای دو دولته. به همین دلیلم ایران پس گرفت صلاحیت انتظاری رو، و چون اول باید ثابت کنی که ساده هست یا نه. دیوان رسیدگی کرد. بنابراین اشاره بفرمایید اگر میشد مسئله غرامت، اصلا ماهیتا دیوان نمیتونست که وارد دعوای یک شرکت و یک دولت بشه. من فکر میکنم که خود جام تکتوی که استاد هستم. بله، ولی برمیگرده به نکاتی که اشاره فرمانه است. ببینید در این برهه‌ای که پیش آمده، جبهه‌بندی های داخلی کشور من میخوام روشن کنم در مقابل دولت دکتر مصدق و احزابی که بودن، حزب اراده ملی، حزب عدالت، عدالت جمال امامی، اینا حزب سید زیادی، عوامل انگلیسی میخوام بگم که حالا بد یا خوب داخل اینجور شایعه بوده، حزب آریا، حزب پان ایرانیست، نه پان ایرانیست، حزب ملت ایران، حزب توده، گروه هایی که از جبهه ملی جدا شده بودن، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب زحمت کشان، حزب استقلال آقای مادان، حزب وحدت و دربار و مسائل دیگه. و بنابراین در مجلس هم طور که اشاره شد، چون اصلا فلسفه این که دکتر مصدق بذارد جنگ خاص، دخالت ارتشی هم بود در انتخاباتی که انجام می شود. و اما نکته ای که اشاره فرمودن که اکثریت داشت، ببینید وقتی یک دولتی مسئله درآمد نفتی نداره و معاصرم هست که صادراتی انجام نگیده، تنها راهش برای اقتصاد بدون نفت این است که به موازات تولیدات داخلی صادراتی بتونه نسبی داشته باشه، پیز نشر چاپ اسکناسه. چون این چاپ اسکناس اگر پشتوانه نداشته باشه، به کلی ساختار بازار و چیز رو به کلی فرو می باشه. بنابراین نیاز داشت که چاپ اسکناس بشه. ولی در مجلس در این رابطه کسی که انتخاب شد به عنوان ناظر بر بانک، آقای حسین مکی بود، مخالف سرسخت. بنابراین مخالف سرسخت دولت مصدق که افشا میکرد که اگر قرار چاپ اسکناس بشه، به طور کلی دولت ساختار اقتصادی و مالیش فرو میپاشه، این هم سبب شد که این برداشت داده بشه که عوامل قدرت ها علارت میشه ظاهرت میگویم اکثریته، بلکه خود این حاکی از این است که پیروزی طرف معاول بود. بنابراین چه اکثریتی به نفع دکتر مصدق وجود نداشته. ولی بعدم که خب نمایندگان آیا اینا اینتگریتی دارن، صلاحیتون استعفا بدن یا ندن؟ استعفا دادن. اون دیگه مربوط به هر شخص نماینده است که تصمیم میگیره در شرایط اوضاع و احوال بعد چه خط مشی رو انتخاب بکنه. ولی مسئله شما هم اشاره فرمودن برنامه چکمه، برنامه هایی که برای کودتاهای پی در پی که اگر این کودتا نشد چه کودتایی بشه، تصمیم برای گرفته شده دولت دکتر مصدق باید برکنار بشه. بنابراین به اشکال مختلف، یکیش راهش همین بود تصادفاً که از طریق مجلس بکنن که این رو دکتر مصدق پیش دستی کرد. راه‌های دیگه راه کودتا بود. اصلا ساختار وقتی رئیس پلیسش، رئیس شهربانیش و مخالفین به قتل میرسن، حتی بعد میرن تو مجلس متحصل میشن. دکتر مصدق اینقدر احترام
سیانت مجلس دادن خیلی آشوب میتونست مخالفین خودش رو از مجلس خارج کنه، ولی اجازه میداد که ساعت مجلس مقدسه، اونجا متأثر باشن، از اونجا کنترل میکردن اقداماتی که میباید علیه دولت انجام بگیره. بنابراین اصلا مسئله نیست. من از شما یه سوال میکنم، شما برید دارالمعارف بریتانیکا، امریکانا، مال شوروی سابق رو مطالعه بفرمایید. بالاخره اونا با تمام که مدت ها زینب بودن و زیمدخل بودن، لااقل بخونید که نگاهشون راجع به نهضت ملی و دکتر مصدق چه هست. کامان سنس من میگم، درک عمومی شما ها به عنوان افراد ملت ایران، اون چی که شنیدی از خانوادتون، از نزدیکانتون، از دوستانتون و به همین دلیل هم هست که پایداریه، عرض کردم الهام بخشه. شما رجوع بکنید به همین محققینی که اومدن کاتمن و اینایی که اکادمیشن هایی که سعی میکنند تا حدودی البته. بنابراین این رویداد تاریخی نهضت رادمرد هم اومده خط مشی رو اتخاذ کرد که آثار و تبعاتش هم هنوزم که هنوزه پایدار. و ما الهام میگیریم از هر شخصیتی که در گذر تاریخ اخیر ما توانسته گامی در راستای مصالح و منافع مردمی و ملی ما برداره. ما به جای اینکه سعی بکنیم اونها رو به تصویر و تصور نادرستی القا بکنیم، من فکر میکنم شکی نیست یه کودتایی شد، اونایی هم که مشارکت داشتن پاداش هم گرفتن در همون فرایند اون کودتا. بنابراین یه رویدادی در تاریخ ما متاسفانه مشروطیت ما عقیب شد، نهضت ملی ما بدی تلیم بود و فرایند اون چیزیست که در تاریخ 1906 که فرض کنید انقلاب مشروطیت بود، در تمام آسیا فقط 4 کشور مستقل بود، ژاپن، چین، عثمانی و ایران، 2 کشور مسلم مستقل در آفریقا بوده در اون تاریخ. خب ما در اون تاریخ برای نظام پارلمنتاریسم، نظام مشارکت مردم انقلاب کردیم. بعدم کم و بیش حالا نوسازی‌هایش رو جای خود داره، ولی اساس آزادی انتخابات، آزادی که مجلس متعاقب مردم باشه وجود نداشت. این جنبش سبب شد در تمامی که اشاره شد، باور کنید روزنامه ها آزاد بودن، احزاب آزاد بودن، هر نوع اهانتی، هر نوع حمله نسبت به دولت دکتر مصدق دستور بود که اصلا کوچکترین اقدامی نشه. حتی یه گروهی تهدید به مرگش کردن، وزیر خارجه‌اش رو چاقو دادن، الان بودی وزیر رئیس شهربانیش رو بردن به قتل رسوندن. یعنی در یه شرایط تنگنای اجتماعی سر کردن قرار بدن. در حال اینا به نظر من مسائل پیش پا افتاده است، مسائلی که ما وارد این حرفا بشیم که آقای ایکس جو بیگه ایکس جو فرایند جریان رو همیشه تاریخ قضاوت میکنه، رو فرق نمیکنه بگه ایکس جو بیگه ایکس جو. تاریخ در مورد یزگرد سوم میگه he's condemned, really condemned بیفرد آتار آفیسوری، حتما محکومه و محکومه برای در مقابل کرسی تاریخ. تاریخ قضاوت میکنه بر مجموعه نفس جریان، فرایند جریان، اعتبار رو کردیت میده یا نمیده. بنابراین ما رجوع بکنیم شما به چیزایی که راجعه بیفرد وقتی که دکتر مصدق و جوان عبدالناصر وقتی خواست کانال سوئز رو ملی کنه، رو من به تبع زعیم عالی‌قدر شهر دکتر مصدق دست به این اقدام ملی کردن کانال سوئز زدن. نهرو و سوکارنو، شما همه خاطرات اینا رو اعتبار میدن به دکتر مصدق در جریانی که بازتاب خارجی داشته، در اون مسئله داخلی بوده. در اون تاریخ، انگلستان رو وادار میکنه که بپذیره متی شدن نفت رو و به عنوان یه پیروزی طلب میشه. وقتی که دکتر مصدق موازنه منفی، همون ایست که به اصطلاح عدم تعهد ایجاد شدش از دل اون مسئله. و راهی که نیروی سوم و
روش تکیه کرد، همون نیستی عدم تعهد ایجاد شد. بنابراین الهام بخش بود نه تنها برای نسل ایرانی، بلکه برای جوامع خارج از ایران. و این چیزی نیست که من بگم، شما رجوع بفرمایید مسئله اینا تاریخ رویدادهای حوادث منطقه و خارج از منطقه است. بنابراین ما باید سعی کنیم جریان ها رو بررسی کنیم و اینکه نقش افراد ایکس چه گفت، ایگره چه گفت، یا حسن چه گفت، حسین چه گفت، اینها که تاریخ پای روی این مسائل نمیاد، واقعیت های تاریخ و فرایند اون جریان اجتماعی سیاسی و تاریخی. ممنون. از من به صورتی بسیار خلاصه اشاره کنم. این که اشاره کردن آقای دکتر بابک که دیوان صلاحیت نداشت چون یه شرکت علیه ایران طرح دعوا کرده بود، این رو من رد میکنم، برای اینکه دعوای شرکت نفت انگلیس با پشتیبانی و حمایت سیاسی نفت انگلیس انجام شده بود، و الا شرکت که نمیتونه در دیوان بین المللی طرح دعوا بکنه. که دعوا دعوای دو دولته، اصلا من شرکت نبردم، دیوان برمیگرده به یه دعوای شرکت رو بارد. شرکت نفت انگلیس در حقیقت سطح لوکوس استندی یا سمت نداره، ولی بحث من این بود که اگر دولت ایران صلاحیت دیوان رو میپذیرفت به ضرر ایران نه. و البته یکی از موارد و مستندات صلاحیت دیوان بین المللی داخلی اینه که دو دولت صلاحیت رو بپذیرن. حالا انگلستان اومده بود طرح دعوا کرده بود، ایران هم اگر میپذیرفت این بهترین مرجعی بود که میتونست مسئله غرامت رو بین ایران و انگلیس حل کنه. اینو من پاش ایستادم، اگر جلسات دیگری خواستید بذارید میتونم مستندات تفصیلیش رو بیان کنم. اشاره کردم که مصدق اسکناس چاپ کرده بود و نمیخواست افشا بشه، این واقعا جای تأسفه. نفس انتشار اسکناس یعنی خوردن تمام اندوخته ریالی و ارزی کشور به دلیل اینکه درآمد نفت قطع شده و حاضر نیست قانون ملی کردن نفت رو اجرا کنه، و بعد انتشار ارقام سنگینی اسکناس بدون پشتوانه، و سرانجام همه اینا آیا از کشور ما مشکل رو برطرف کرد یا نه؟ وزیر دارایی ایران بعد شهادت داده، نوشته در مرداد ماه سال 1332 کفگیر به تای دیگ خورده بود. اینو دکتر علی امینی میگه و میگه پول حقوق کارمندان دولت در مرداد 32 نمیتونست دولت بپردازه. این چه دولتیه که با انتشار غیرقانونی اسکناس، مصرف کردن ذخایر ارزی و ریالی پشتوانه اسکناس ادامه حیات میده، و بعد بگیم اگر مکی انتخاب شد به عنوان نظارت بر اندوخته اسکناس این میرفت افشا میکرد. خب افشا یا واقعیت اون گفت یا خلاف واقع میکرد. اگه خلاف واقع میگفت خب ردش کنه، اگه واقعیت رو میگفت اگه بیان واقعیت در یه دولت مردم سالار این مجوز مرحق کردن مجلس میشه. این استدلال های واقعا شگفت انگیزه، ولی همه اینها برای سرپوش گذاشتن روی یک واقعیت، و اون اینه که انگیزه مصدق از منحل کردن مجلس چه بود، چون این حرفا رو خود او زده در اون زمان، و یارانش دیدید که زید و عمرو ایکس و ایگره نیستن. سنجابی مهمترین مدافعش در مجلس بوده، دکتر صدیقی وزیر کشورش بوده، اینا مخالفت میکنن، اینا نه ایکس هم نه ایگره، اینا شخصیت هایی هم که در حقیقت اومدن اقرار میکنن به اینکه چرا این اتفاق نهضت به شکست کشیده شد. ما نمیشه وزیر کشور مصدق رو بگیم تو ایکسی ایگرگی، تو حرفت ارزش نداره. حرفش کاملا هم ارزش داره، اما با یک رفراندوم خلاف قانون اساسی که شاید در هیچ کشوری در آفریقا واقع نشده، خلاف قانون اساسی، بعد هم در روند برگزاری این رفراندوم شدیدترین خشونت نسبت به اجتماعات به کار برده شد،
اجتماعی در منزل آیت الله کاشانی برگزار شد برای مخالفت با اختیارات. مردم جمع شدند. حجت الاسلام سید احمد صفایی، معرفی بیشتر بکنم، پدر آقای دکتر حسین صفایی استاد دانشکده حقوق رو منبر بود و داشت علیه رفراندوم و مخالفت میگفت آقا این خلاف قانون اساسی. خانه آیت الله کاشانی را اراذل و اوباشی که بسیج کرده بودند سنگ بارون کردند و یک نفر رو در اینجا کشتند در جلوی خانه آیت الله کاشانی. رفراندوم بدونید مسالمت‌آمیز برقرار نشد، مثل همه فارسی در انگلستان نبود که دموکراتیک، آزاد، همه بیان رأی خودشون رو بدن، آخر اکثریت این باشه اقلیت این بود، خلاف قانون اساسی و با توسل به خشونت. رفراندوم در شهرستان‌ها روز 19 دی نهایی شد، گفتن 99.9% رأی دادن به رفراندوم. آخه این چه رفراندومیه که موضوعش بخشیدن بساط مشروطیت باشه بدن 99.9% رأی موافق دادن. واقعا فکر نمی کنم تو هیچ استبدادی از این جوک بیشتر بشه پیدا کرد. اما حالا مجلس رو روز 22 مرداد ساعت 9 شب دکتر صدیقی بیچاره‌ای که مخالف رفراندوم و منحل کردن مجلس بود نتایج رفراندوم رو اعلام کرد. صبح روز 22-23 مرداد شاه فرمان نخست وزیری زاهدی و برکناری مصدق و صادر کرد. دقیقاً همون شرطی که روز 9 خرداد با هندرسون سفیر آمریکا کرده بود که زاهدی باید به طور قانونی به نخست وزیری برسه. که دکتر سنجابی هم گفت که اگر مجلس منحل شه شاه تو رو برکنار میکنه و درست هم هست. خب پس کار شاه طبق قانون اساسی. حالا روز 23 مرداد فرمان نخست وزیری زاهدی صادر شده، بهش ابلاغ شده. زاهدی هم گفت به سرهنگ نصیری فرمان بر کنار مصدق هم ببر روز 24 مرداد ساعت 11 شب بهش ابلاغ کن. سرهنگ نصیری هم رفت با پای پیاده در خونه مصدق و فرمان رو ابلاغ کرد. آقای دکتر مصدق پرسیدم موضوع دستخط چه بوده؟ فرمودن چیزی نبود. آیا واقعا چیزی نبود؟ فرمان صادر شده، ابلاغ شده، رسید به خط خودش داده. چرا به وزیر کشورش میگه چیزی نبود؟ چرا میگه چیزی نبود؟ چون همین وزیر کشور روز 22 تیر میگه اگر مجلس رو منحل کنی شاه تو رو برکنار میکنی. حالا 22 تیر ادامه پیدا کرده، رفراندوم واقع شده، شاه فرمانها رو صادر کرده، مصدق رسید داده. وقتی دکتر صدیقی میپرسه این چی بوده دستخطی که اومده در خانه تو مطرح شده میگرده دهان به دهان چیه، میگه چیزی نبود. آیا واقعا یه نخست وزیر حق داره به وزیر کشور خودش که در راستای خواست او رفراندوم برگزار کرده این دروغ رو بگه؟ چرا دروغ میگه؟ این چرا خودش رازه. بریم شهادت بعد. آقای عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری مصدق در پاسخ این سوال که آیا از فرمان برکناری آگاه بودی یا نه چی جواب میدید؟ این پرسش و پاسخ در حضور شخص مصدق انجام شده. میگه در حضور آقای دکتر مصدق صریحاً عرض میکنه که ابداً از ناحیه ایشان چنین صحبتی که فرمان از ایشان و نسب سپهبد زاهدی باشد نگفتند و وزرا هم ابداً این صحبت را نکردند و تمام این طور جلوه داده شد که کودتایی در شرف وقوع بوده و جلوگیری شد و می‌خواستند خود دکتر مصدق و وزرا را دستگیر کنند. این طور در ذهن ما جلوه داده شد و به کلی صحبت از فرمان از به تصریح یا به انشاء یا به ایما یا به تلویح از ناحیه دکتر مصدق به ما نشد که من تکلیف خودم را بفهمم. چرا باید او وزرای خواه خودش رو بیخبر بذاره؟ چه انگیزه میتونه داشته باشه؟ خب بابا تو نخست وزیر بودی، مجلس رو منحل کردی، شاه هم فرمان بر کنارت داد، تو هم که پذیرفتی، چرا به وزرا اطلاع نمیدی؟
دلیل داره. دلیلش اینه که این زمینه چینی میخواسته بکنه برای اینکه زاهدی بتونه سوار بر قدرت بشه، چون زاهدی پشتوانه ای نداشت. حزب توده در صحنه بود، چند هزار نفر در تهران سال 1332 روزهای 25، 26، 27 مرداد تو خیابونها رژه میرفتن. چطور زاهدی میتونست بیاد نخست وزیری رو تحویل بگیره؟ چی بهش اجازه میداد؟ با یه برگ فرمان شاه که نمیتونست، ولی مصدق به وزیرانش نگفت. در نتیجه حسین فاطمی و دکتر شایگان روز 25 مرداد میتینگ دادن تو میدون بهارستان، انواع ناسزاها رو به شاه گفتن و بیچاره ها افتادن در دام سرنوشت. روزهای 26، 27 و 28 مرداد تمام وسائل رو مصدق جور کرد تا زاهدی بتونه قدرت رو به دست بگیره. سرانجام به چه ترتیب؟ زاهدی اومد سرتیپ محمد دفتری رو به عنوان رئیس شهربانی تعیین کرد روز 24 مرداد. مصدق هم روز 28 مرداد به رغم مخالفت سرتیپ ریاهی رئیس ستاد ارتشش اومد دستور داد که سرتیپ ریاهی به عنوان رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تعیین بشه. پس حلقه اتصالی بین این دو نفر ایجاد شد و سرتیپ محمد دفتری از زاهدی دعوت کرد، گفت پاشو بیا به شهربانی قدرت رو تحمیل بگیر. زاهدی هم اومد قدرت رو تحمیل گرفت. اینا رازهایی است که 63 ساله دارن روش سرتوش میذارن، میگن علیه مصدق و دولت ملی کودتا شد. چی کودتا کرد معلوم نیست. میگن ارتش کودتا کرد در حالی که ارتش در خدمت سرتیپ ریاهی رئیس ستاد ارتش بود. یک واحد نظامی ایران علیه مصدق حرکت نظامی نکرد. کم میارن میگن شعبان جعفری اراذل و اوباش کودتا کردن روز 28 مرداد، که واقعا شرم‌آوره که بگن یه دولت ملی کارش به جایی رسیده که اراذل و اوباش علیهش کودتا کنه. ولی دروغ تاریخی رو نمیشه واقعا آدم باور کنه. حتی شعبان جعفری از روز 9 اسفند در زندان مصدق بوده تا روز 28 مرداد 1330. وقتی زاهدی قدرت رو به دست میگیره دستور آزادی شعبان جعفری میده، یعنی جای علت و معلول عوض میشه. یعنی شعبان جعفری که از زندان آزاد میشه اونم به دستور زاهدی، میگن اون کودتا کرد علیه مصدق. حالا ببینید 60 سال 60 و چند سال این تبلیغات راه میفته به خاطر اینکه یه ملتی واقعیت‌های تاریخش رو ندونه. اما انگیزه چیه؟ من صریح اینو میگم، امیدوارم یه فرصت دیگری تو همین دانشگاه بذارید تا من دلایلش رو بگم. همون سیاست‌هایی که با این روش ها تونستن نهضت ملی ایران رو سرنگون کنن، دارن علیه جمهوری اسلامی هم همین روش ها رو به کار میبرن. امیدوارم ملت ایران این بار اجازه نده که این ریاکاری ها، این دودوزه بازی کردن ها، این فریبکاری ها که افرادی در داخل با کارگردانی بیگانگان انجام میدن به نتیجه برسه و ما شاهد باشیم که بالاخره این جمهوری اسلامی به هدفهای خودش برسه. خیلی ممنون و متشکر. به عنوان بخش آخر سخنرانی ها آقای دکتر باوند 15 دقیقه لطفاً. بعدش هم دوستان لطف کردن تعداد زیادی سوال رسیده، سپاس شما سخن خواهیم داشت. سپاس بودم. حالا کودتا بوده، تانکی نیومده خونه مصدق، حمیده جامانی نبوده، دوستان تانک نبوده و بنابراین حتی از جنوب بعضی از آیت الله بهبهانی و امثال هم رجعیه بود، نمیدونم حسین رمزوی یخی و هفت برادر جنوب شهر حرکت کردن، همه اینا نادیده میگیریم مسئله رو. و فرمودن آقایون کنار خرابه های منزل دکتر مصدق عکس یادگاری گرفتن، عکس هست، میگن انگلیسی ها اینها رو روتوش کرده. بله، در هر حال منظورم این است که
مردم میفهمن قیام مردم ایران کردن برای اینکه دوباره استعمار رو برگردونن، یعنی برگرده. پس این قیام اصلا توهین به ملت ایرانه. یه ملتی مردمش میان قیام میکنن برای اینکه استعمار برگرده با تمام اون مسائل و منافعی که دو چندان بیشتر در طلبش بود. خود اونایی که مشارکت در این روند داشتن راقل این رو همه دیگه همه اسنادی که جا دکتر اشاره فرمودن در رابطه با کودتا یه خود آمریکایی ها، خود انگلیس ها اسنادش آنچنان زیاده راجع به کودتا که خودشون میان عذرخواهی میکنن. خانم آلبرایت میاد میگه از اینکه ما کودتایی کردیم و در جنگ هم حمایت از عراق کردیم از مردم ایران عذرخواهی میکنن. یعنی اینقدر اسناد کودتا انبوهه، من فکر میکنم این رو تبدیل باید کرد که مردم ایران یک جنبش مردمی بوده برای بازگردوندن استعمار. اگر این هست توهین به مردم ایرانه. حضرت‌عالی فرمودید که یک کودتایی نشده، چیزی نشده. بنابراین کودتا رو اگر کودتایی نشده یا دو حال خارج نیست، یا کودتایی شده یا معتقدن نه کودتایی نشده. این یاش چیه؟ بله؟ یای دومش چیه؟ حالا بنابراین اونهایی هم که در این رویداد مشارکت داشتن بالاخره پاداش های خودشون هم دریافت کردن. شما برگردید ببینید بعد مجلس بعدی و اینها کیا توش بودن، بالاخره هر کس پاداش رویداد رو میگیره دیگه. بنابراین من این رو و اینکه کودتا نشده و حتی آقای نصیری پایی پیانه با تانک رفتن، نیمه شب رفتن، فاطمی هم بازداشت کردن، مقبولی هم چیزش کردن. بنابراین من اینا به نظر من مسائل پیش پا افتاده است. این یعنی خودمون رو وارد این بکنیم، یه جریان نهضت ملی بوده، موفقیت هایی در عرصه های کسب کرده بوده که در چارچوب حقوق بین الملل منشور سازمان و به دست از درون خود جامعه هم این نظام فرض کنید دگرگون شد. ابزار داخلی بود بالاخره، اونایی که نیرو وارد نکرده در ایران. و بعد ما این هم بودیم توضیح کردن که یه مشخصه رقم پولی که توضیح کردن تو شهر رو بینه حالا اشخاص که من نمیخوام ببرم که دریافت کردن تو توضیح پول بینه طبعاً. بنابراین به نظر من مسئله دور کردن از واقعیت ها و روند مسلط پیرامونی که نمی شهبان جعفری که بوده اینم تهیه به های توزه این چینا بوده، مسائل رو معطوف کردن به این چیزهای پیش با افراده دور کردن از واقعیت های تاریخی. بنابراین در یه محفلی که دانشگاهیه، دانشگاهیه باید رو مسائل کلیت مسئله صحبت کرد. نهضتیه که جامعه بین المللی، این رو به رسمیت شناخته و عنوانش هم میذاره نهضت ملی. اونا هیچ کدوم تعدیل نشده لاغل در این عنوان. ولی حالا ما خودمون بخوام این رو به اصطلاح ناچیز جلوه بدیم یا تحقیرش بکنیم، به نظر من این بازتابش خیلی از اینکه به نسل جوان بی اون من نسل جوان لاغل باید آگاه بشه انسانهایی برای بقای این مملکت، برای آزادی تلاش کردن، کوشش کردن، نقد جان باختن. حالا ما بیم امیر کبیر یه پولیسی ها بکنیم، مصدق هم یه پولیسی ها بکنیم، چی باقی بمونه بر ما؟ ببین اونایی دیگه که بودن کیا بودن؟ شما اصلا اسمشون رو میشنوید؟ متاسفانه در دیوان سالاران ما در تمام از زمان قاجاری تا حالا چند شخصیت های بودن، پاکدامن بودن ولی پویا نبودن. دو شخصیت در تمام دوران آجاری لاغل از زمان ناصرالدین شاه تا این طوری دو شخصیت هستن که در تاریخ ایران نقشی در بیداری مردم ایران و سعی کردن همسو و همراه با تحولات بین المللی وقت بشن به صورت درک نسبی خودشون از اون زمان. و بنابراین این راهی رو رفتن. ولی چه سود که ما بیایم این همه مشکلات و آیا اون اتفاقی که افتاد بعد از اون پیامدش همون ارزش‌هایی بود که مشروطیت در طلبش بود، همون تلاشی بود که برای آزادی کرده بودن، برای پارلمانتاریسم انتخابات آزاد انجام داده بودن،
نه من هنوز که هنوزه داریم راجع به مسائل بحث میکنیم راجع به اصل آزادی از 1906 انقلاب مشروطیت که صد و اندی سال گذشته که ما پیشگام بودیم در آسیا هنوز داریم بحث میکنیم راجع به اینکه اصلا رخصت بدن که آزادی چه هست در جامعه ما در کشور ما هنوز ما داریم کنگاش میکنیم ولی که بقبولیم آیا آزادی چه هست آزادی اساسی چه هست خیلی ممنون و متشکر بحث سخنرانی و گفتگوی این بخش از پنل پایان میرسه سوال های خیلی زیادی از طرف دوستان حاضر در سالن رسید به اینجا و من به ترتیب میپرسم سوال ها رو برای سوال اول اگر وقت داخلش حتما به عنوان سوال اول کتبی یک سوال خیلی کلی هستش فقط در حد دو سه دقیقه از آقای دکتر باوند پرسیدن با سلام و احترام خدمت دکتر باوند اساساً این دوگانگی میان دکتر مصدق و آقای کاشانی بر سر چیست مگر نه اینکه هر دو در جهت خدمت به مردم خرج می‌دهند بله در فرهنگ ما متاسفانه همواره نبرد اعلام نشده شخصیت وجود داره و همین دلیل هم احزاب تجمعات و گروه ها هیچ وقت نتونسته پایدار باشه بگذارم از اینکه نظام های استبدادی هیچ وقت اجازه نمیدن جوامع مدنی سازمان یافته اتحادیه های احزابی یا حتی شخصیت هایی که مقبولیت مردمی دارن حضور پایداری داشته باشن مرتضای نظام های استبدادی است ولی در عین حال هم در جامعه ما همواره هیچ وقت نتونستن استمرار پیدا کنن چون نبرد شخصیت اعلام نشده است همیشه هم موجب جدایی و در اونجایی که راستای ملی شدن صنعت نفت بود شک نیستم مشارکت داشتن هر کدوم به جای خودشون خدمت کردن بدون تردید در رابطه با اجرای ملی شدن صنعت نفت ما مواجه شدیم با واکنش های قدرت های خارجی اینجاست که در آگر به کیاست برای تحقق هدف انجام شده اصالتش و صحتش و درستیش همطور که اشاره کردم بردم به محافل بین المللی همش به نفع ایران بوده جریان بنابراین این یه واقعیتیه برمیگرده به مسائل داخلی شما وقتی که در یک جریانی قرار میگیرید و این جریان بعد از اینکه شکاف های ایجاد میشه جبهه بندی ها تشکیل میشه و جبهه هایی که خواهان سرنگون کردن دولت دکتر مصدق هم بنابراین این تبدیل میشه به یک همکاری خارجی و داخلی و این چیزی نیست که من میگم یه کودتای 28 مرداد عاملین کودتای خارجی هم خودشون بارها اذعان میکنن و بنابراین این یه واقعیتیست که اتفاق افتاده متاسفانه باید بگیم که این جدایی ها این ریزها در جریان های سیاسی ایران پیش داده همواره آثار زیانباری برای جامعه ما داشته ولی خب پیش افتاده اتفاق افتاده اون دیگه بر تاریخ قضاوت بکنه در این باره بالاخره قرائن هست شواهد هست دلایل هست مدارک هست دیگران محققه شما به دنیان تحقیق و تدبر میکنید آیا شما رسیدید در تحقیقات خودتون یا در چیزی که فرض بفرمایید این اشخاصی که چنین و چنان کردن هدفشون در واقع بازگرداندن یک قدرت خارجی بنابراین این اتفاق متاسفانه نامیمون برای کشور ما برای مملکت ما پیش آمد و فرایندش هم فرایند اون هم همه ما شاهدیم چه بود دسته چه شد و به کجا انجامیده در دیدش و تنها همونطور که اشاره کردم مهم نیست من نوعی فرض کنید به هم دفاع بکنم یا نکنم من شما رو واگذار میکنم شما خودتون به روند تاریخ و اون چی که تاریخ خارجیان و دیگران اشاره کردن ضبط کردن ولی این رویداد بالاخره یک کامن سنس دیگه یه درک عمومیه و درک عمومی که نمیتونیم ما مخالفت بکنیم اونا تازه طرف خودشون دست در کار این کودتا بودن
و بنابراین یک نوع احساس تقصیر در این نظامی که از آزادیش رنگ سرنوشت مردم یا ملت هاست. خودشون اذعان کردن، خودشون عذرخواهی میکنن از مردم ایران به خاطر این اقدامی که اونها انجام دادن. حالا ما همه اونا رو نادیده بگیریم، بیاید بحث بکنیم که نمیدونم این ساعت دو از شب رفته نبود با پای پیاده رفتن، یک کفش دیوه پاش بود رفتن، نه با تانک هم رفتن، شبونم بودن، خیلی اعلام هم کردن یک کودتایی. و بعد هم کسی که این کاری کرده خودش درک کرد که شاید ربدش بالاخره اون که ارتش داره چیز داره که میفرمایید. بنابراین یه جریان وضع خاص پیش اومده بود، متاسفانه فرایندش به نفع مردم ایران منتهی نشد، ولی در جریانش تا اونجایی که مربوط به ملی شدن سرعت نفع بود، اونهایی که مشارکت داشتن جایگاهشون و خدمتشون هم جایگاه خودش رو داره. از اون به بعد اختلاف و شکاف پیش میاد و یه مقوله دیگر است. خیلی متشکر. سوال دوم از جناب دکتر کاشانی هستش. دو تا سوال هست. سوال اول اینه چرا دکتر مصدق باید از آقای زاهدی حمایت کنه؟ چون شما اشاره‌ای داشتید به این موضوع. فقط در حد یک دو دقیقه که سوال دوم رو بسیار. اول اشاره میکنم به گفته جناب دکتر باوند که گفتن اگر کودتا نبود پس قیام ملی بود. من هرگز نگفتم که در این روز 28 مرداد قیام ملی. این حرف سلطنت طلبان، اونها هم ناآگاه بودن. نه تنها اونا ناآگاه بودن، هیچ کس از رهبران نهضت ملی ایران و مجلس متوجه نشدند که در پشت پرده چه اتفاقی رخ داد. این پیچیدگی ها رو نباید نادیده بگیریم. اشاره کردم که خانم آلبرایت گفته اولا تاریخ ایران رو ما باید بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. گفته خانم آلبرایت چه ارزشی داره؟ خانم آلبرایت متولد 1937، رویدادهای تاریخی اون دوران 1953 اتفاق افتاده. یعنی ایشون یه دختر 16 ساله بوده اون موقع. ایشون چه اطلاعاتی داره بیاد این راز پیچیده ای رو که در اون زمان کسی متوجه نشد ایشون بگیم فهمید و عذرخواهی هم نکرد. ایشون یه سخنرانی کرده، حالا من فرصت نیست متن سخنرانیش هم بگم. و اجازه بدید اسناد سیار هم میگم. از سیار یک برگ سند منتشر نکرد، یک برگ سیار یک برگ سند منتشر نکرده، هرچی بگن دروغه. در همین سال گذشته، سال 93، متاسفانه قدرت تبلیغاتی در ایران به حدی است که یک شایعه رو یکی تو آمریکا پخش کرد که سیار اسنادش رو منتشر کرده. همون موقع من با این جناب آقای دکتر باوند در روزنامه شب یه گفتگو انجام دادیم. اینو به خاطر شما میگم. من صریحاً گفتم که سیای برگ سند منتشر نکرده و این اسنادی که میگن منتشر شده اصلا یه اسناد پیش ما افتاده است، مربوط به سیار است. روزنامه شرق این بخش صحبتهای من رو سانسور کرد، پخش نکرد. ولی در مجلس یه گروه عوام‌فریب خائن اومدن یه قانون تصویب کردن. گفتن چون سیار اقرار کرده به دخالت در کودتای 28 مرداد، بنابراین دولت ایران بره خسارات و غرامت های این کودتا رو مطالبه کنه. من یه نامه به مجلس نوشتم به این نمایندگانی که این رو امضا کرده بودن. مستندات این که این اسناد مال سیاه نیست، دروغه و واقعیت ها چیز دیگریه گفتم، برداشتم نام قانون رو عوض کردم کودتا علیه کشور. یعنی دیدن آبروشون میره با این وضعیتی که رفت داشتن، قانون گذاری اینجوری کردن. که من البته همونجا بهشون گفتم که هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس سرنگون شد، 290 نفر کشته شدن، ایران هیچ غرامتی از آمریکا نگرفت. شما اینو رها کردید میری 60 سال پیش، 8 سال تحریم‌های ظالمانه و خلاف حقوق بین الملل انجام شد علیه کشور ما، کوچکترین حرکتی از سوی این مجلس انجام نشد. اون وقت اومدن قانون جعلی تصویب میکنن که دولت ایران، یعنی همین دولت آقای ظریف و یارانشون، برن خسارات 63 سال پیش رو مطالبه کنن. اینه
مسیر پروپاگاند و حکمرانی. حالا ما بیایم به حرف خانم آلبرایت بپردازیم. اما 28 مرداد من یه اقرار و یه ادعا برای شما میخونم. از سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش مصدق بوده. تا آخرین لحظه در کنار بوده. درباره انتخاب سرتیپ دفتری، انتصاب سرتیپ دفتری به عنوان رئیس شهربانی و فرماندار نظامی که مخالفت میکنه با مصدق، میگه بابا این آدم از زاهدی فرمان ریاست شهربانی داره، حکم داره، میگه نه صادر کن. آقای سرتیپ ریاحی ببینید چی میگه. آیا اراذل و اوباش میگه؟ میگه رمضان یحیی میگه که اگر مصدق با اصرار سرتیپ دفتری را به ریاست شهربانی منصوب نمیکرد، جریانات روز 28 مرداد اتفاق نمیافتاد. نمیدونم ایکس این یا ایگرگ، ولی هرکی هست رئیس ستاد ارتش دولتیه که به دلیل دادن حکم انتصاب ریاست شهربانی و فرماندار نظامی به سرتیپ دفتری انتقال قدرت رو واقع کرد. ایناست کار. اینا رو ما نباید رها کنیم و بشینیم ببینیم آلبرایت راجب تاریخ ایران چی میگه. چقدر یه ملت باید در حقیقت دور از واقعیت و تاریخ باشه که تاریخش رو دیگران برش بنویسن. اونم یه دختر خانم 16 ساله. سوال چی بود؟ سوال این بودش که چرا دکتر مصدق من از آقای زاهدی هم میاد؟ مهمی اسناد و مدارکی که من برای شما ارائه کردم بخش کوچکیش در اینجا وجود داره. برای شما گفتم. ولی امیدوارم شما وارد عرصه این پژوهش تاریخی بشید. همونطور که اشاره کردم روز 9 خرداد 1332 سفیر آمریکا با مصدق دیدار میکنه و به او پیشنهاد میده. میگوید که انگلیس و آمریکا موافق نخست وزیری زاهدی هستند. پس چگونه این اتفاق افتاد که زاهدی شد نخست وزیر؟ تنها راهش یک چیز بود و اون انحلال مجلس بود. اگر مصدق مجلس رو منحل نمی کرد محال بود زاهدی نخست وزیر بشه. دو تا شهادت من در این زمینه میگم براتون. یکی از آیت الله کاشانی شهریور 1330 گفتن اگر مصدق مجلس رو منحل نمی کرد شاه نمیتونست زاهدی رو به نخست وزیری برسونه. چرا؟ باید رأی تمایل مجلس رو میگرفت. این شهادتیه که در شهریور 32 گفته شد. یکی نظر امام راحله در نوفل و شاتو در سال 1357 صریحاً این عبارتشون تو صحیح نور گفتن که او یک نمایندگان رو خواست وادار به استعفا کرد و سپس مجلس رو با یه رفراندوم منحل کرد و راهی برای شاه پیدا شد که در غیاب مجلس نخست وزیر رو برکنار کنه. این سخنی است که در نوفل شاتو گفته شده. پس بنابراین اینا رو بذارید کنار اون دیدار هندرسون با مصدق که توافق انگلیس و آمریکا بر نخست وزیری زاهدی رو به مصدق او پیشنهاد میکنن و او هم زمینش رو فراهم میکنه. این یک برنامه ریزی خارجی بود که قدرت به صورت مسالمت آمیز به زاهدی منتقل بشه و شد. بنابراین این واقعیت تاریخی رو نباید گذاشت زمین و بیاییم با تسلیم این بحث ها بشیم که نهضت ملی ایران شکست خورد. برای ما مدعی اصلی این که نهضت شکست خورد من هستم که ملت ایران از بزرگترین حرکت مسالمت‌آمیز خودش برای مردم سالاری ناکام شد. خب دیگران به تجربه تاریخ ایران استناد کردن. ولی اینها یه طرف همه باید کنکاش کرد، پژوهش کرد که چه اتفاقاتی در این 2 سال و 4 ماه اتفاق افتاد که این نهضت با عظمت به ناکامی رسید. با توجه به انحلال مجلس طبق قانون اساسی شاه میتوانست نخست وزیر را برکنار کند.
با این وجود چرا دکتر مصدق از پذیرش فرمان شاه سر بچید؟ بله، ببینید شما یه مبارزه که در پیش گرفتید با یه قدرت خارجی روی روی هستید، تمام هماهنگ شما واکنشاتون در مقابل کنش‌های اون قدرت خارجی هست. شما در یک انقلاب، در یک نهضت، مسئله اینی که شما میتوانید از ابزاری که میتوانید خونسا کننده اقدامات کنش اون قدرت خارجی باشه استفاده بکنید. شما در زمان جنگ معمولاً قوه مقننه تفویض میکنه به رئیس کشور تمام اختیارات، ولی که تصمیمگیری هایی که در زمان جنگ یا در زمان بحران انجام میشه بتواند سریع و خروسان باشه. بنابراین تمام مبارزه دکتر مصدق این بود که نهضت ملی ایران پیروزمند باشه. در این مسئله واکنش های اون نسبت به اقداماتی بود که دسایس و توطئه هایی بود که قدرت های خارجی بیخبر نبود. دکتر مصدق وقتی که قرار بود ملی شدن نفت که وقتی تصویب شد قرار بود سید ضیاءالدین طباطبایی بیاد نخست وزیر بشه، و چون قبلا از مصدق شاه خواسته بود که نخست وزیری رو در یه جریانی قبول نکرده بود، برای این باور بودن که این بار هم نخواهد کرد، بنابراین خیلی قانونمند سید ضیاءالدین طباطبایی میشه نخست وزیر. ولی وقتی آگاهی دکتر مصدق برشه پیشنهاد دهنده که بود جمال امامی رئیس حزب عدالت، یکی از آنگروفیل های شناخته شده مرد، دکتر مصدق با آگاهی از این وضعیت تصویب نخست وزیری رو که این سید ضیاءالدین طباطبایی نیش میدانست که اون از ارتباطات تنگ و تنگی با دولت انگلستان داشته، بنابراین اجرای قانون ملی کردن نفت به وسیله سید ضیاءالدین طباطبایی فرایندش مشخص بود. بنابراین آگاهی دکتر مصدق پیدا کرد که برنامه ای هست که از درون مجلس، از درون مجلسشون هدف برکناری دکتر مصدق بود. همونطور که اشاره کردم توافق بود که آمریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدن که با دولت دکتر مصدق موفق نمیشن، تنها راهش برکناری مصدق. برنامه هایی داشتن، برنامه چکمه و و و که اگر این نشد چه برنامه دیگه اجرا بشه. این هست که قرار بود که از طریق مجلس، اشاره کردم وقتی که مخالفین دکتر مصدق، مخالفین سرسختش، یعنی گروهی که در این مقطع جبهه مشترک تشکیل دادن با تمام حزب عدالت، حزب اراده ملی، حزب استقلال، حزب و بنابراین در یک جبهه خاص قرار گرفتن و هدف این بود که از این ثابت بکنن، بنابراین نیک بدانه تنها اماره هم که معید این بود انتخاب مکی بودش، یعنی اکثریت مکی رو انتخاب کردن. بنابراین حاکی از این بود که برنامه اونا این است که از طریق مجلس، بنابراین شما وقتی وارد مبارزه هستید با یه قدرت خارجی سعی میکنید در تاکتیکای اون رو خونسا بکنید برای موفقیت خودتون. بنابراین شما در یه شرایط عادی مملکت نیستم، جناب دکتر اشاره فرمودید که مملکت با در یه شرایط آرام قانونمند بسیار خوب میبینه مسائل ریزکاری های قانون اساسی، قانون مشروطیت و طوری مشروطیت هم بیان میکنن گویی که اصلا قانون مشروطیت اجرا میشده در کشور ما در این سالهای سال که اصلا قانون مشروطیت رعایت نشده. این عدم نزاکت نسبت به قانون مشروطیت اصلا گناه بزرگی است. مسئله رویارویی با یه قدرت خارجی است و توطئه هم شده، قبلا چند بار توطئه شده. دکتر مصدق چرا به مجلس نمیرفت؟ چرا تو خونه است؟ برای اینکه تهدید به ترورش کرده بودن فدایان اسلام و دیگران و دیگران. بنابراین فضای همچین مساعده ها چنانی نبود که مسائل قانونی خیلی خیلی دوستانه و محبتانه حل و فصل بشه. بنابراین برنامه این بود که از ابزار مجلس رو دستشون بگیرم و بعد هم به اون ترتیبی که این پیام داده شد یا حکم داده شد خیلی روشنه، نیازی نبود که با تانک برن نیمه شب برن و نیازی هم نداشت خودش ها ترک بکنه، بخاطر یه پروسیجر قانونیه دیگه. خود اون طرفدارانی هم داشت و
وقتی نوح اسفند میخواست ترک بکنه رفتن جلو چیز کردن که مانع بشن که شاه خارج بشه. بنابراین همونهایی که در نوح اسفند رفتن ممانعت کردن، حالا در این جریانی که بریم صحبت میکنیم تغییر رویه دادن در مقابل دکتر مصدق که حالا رهبر نهضت ملی قرار گرفته. متاسفانه حالا دلت علتش دقیقا آیا برای خواستن اختیارات بود، چون قبلا هم اختیارات داشت، اختیارات هم پوتامون در بود برای چند ماه بودش، ولی بنابراین در هر حال اون که همواره در کشور ما جریان ها به یه نافرجامی های منتهی شده از درون کشور علوم، یعنی ابزار استفاده از درون بوده متاسفانه، و این هم یکی از رویدادهای تلخ تاریخ ماست پیش آمده. و در این نیست که اشاره فرمودن، من فکر میکنم جان دکتر اگر اسناد CIA و وزارت خارجه خود آمریکایی که منتشر میکنن انبوه، یعنی کتابه، اسناد سخن میگوین، اصلا کتاب اومده بیرون در این مورد. و بنابراین این که هر 60 سال اسناد سیاه انتشار پیدا می‌کنه از حالت محرمانگی خارج میشه، قانون هست. حالا مهم نیست. بنابراین این نکاتی که اشاره فرمودند یک حالت روحانیتی در جامعه اون تاریخ بوده و قانونمندی و نزاکت‌های قانونی و بنابراین واقعا چنین چیزی نبوده. جبهه بسیار بسیار گستری از حزب توده گرفته و تمام عوامل تشکل پیدا کرده بود، یک کارته شده بود و خود شاه هم تحت حالا القاعات یا فشار یا هرچی بود در هر حال یه خط مشی رو اتخاذ کرد که نهایتا به نفع خودش هم نشد، به نفع جامعه هم نشد فرایند اون برای مملکت ما. و لذا من باز هم دوگی میگم شما رجوع بکنید به چیزهای خارجی، به دارت ماربان رجوع کنید، اسم مصدق هم بیاد مطالب بفرمایید با تمام جایگاهش و نقشش و شخصیتش و بخیر جامعه بینمدنی که منافع فرض من نوعی ممکنه منافعی داشته باشم که حالا ندارم چون غیر خودی هم هست اینجوری هم هست اون چیز نداره باشه و تنها چیزی هم مربوط به گذشته است. و بنابراین اون چیم که ما به جان خریدیم و پذیرا شدیم به همه دلیلی که از اون چی که اتفاق در گذشته افتاده داریم دفاع میکنیم، دفاع مسالمت آمیز قانونمند اخلاقی، ولی خب باز مهربانی هست، باز چیز هستیم، ممنوع هستیم حالا به هر دلائی. و لذا امیدواریم که حالا از ما گذشته آینده مطلوب به نسل جوان، شیرهای جوانه، از این تجارب تاریخی امیدواریم که سرنوشت مملکت ما دست شما هاست، لااقل شما ها با آگاهی، درایت و کیاست و در این حال ایران رو در پانورامای تاریخ همیشه رو بیدیم، نه در لحظه. چون اگر در پانورامای تاریخ ایران رو در فراغ فوتاش نبینید همیشه نیت جلای وطن داریم، میخواییم برید اینا. ولی اگر ایران رو در این پرسپکتیو تاریخ تو ذهنتون باشه همواره خواهید بود که به این مملکت خدمت بکنید، یعنی به فرهنگ ایران بارور بشه، شکوفا بشه و این گذشته تاریخی ما لااقل اون بخش‌های به اصطلاح که پویایی داشته به تمدن بشری خدمت کرده الهام بخش باشه، یک برای نسل جدید بتونیم پویایی دینامیسم جدید در کانتکست جهانی احراز بکنه. از نظر ما هرچقدر هم سفرسته بگیریم اینا بیفایده است و بنابراین آینده از آن شما هاست. خیلی ممنون. فقط در رابطه با سوال ها، چون وقت ما هم به پایان هست و سوال ها هم زیاد، یک مقدار اگر مختصرتر لطف کنید. سوال جدی از آقای کاشانی، آیا اعترافات نواب در رابطه با همکاری آیت الله کاشانی را نیز به عنوان یک سند تلقی می کنید؟ آیا جرم دکتر فاطمی هم همکاری با آمریکا و انگلیس بود که اونا ترور کردند؟ اولا نواب صفوی در طول نخست وزیری مصدق بازداشت و در اون دوره هیچ گونه کوچکترین همکاری
بین گروه فدایان اسلام و آیت الله کاشانی وجود نداشت و بلکه متاسفانه گروه فدایان اسلام در ترور شخصیت آیت الله کاشانی نقش بازی کردن. اینها رازهایی که مستنداتش وجود داره و نمیخوام وارد چنین بحثی بشم. درباره فاطمی، حسین فاطمی یک نقل قولی کرده، یکی از همکاران شخص مصدق به نام مهندس ایرکزادی، که این در حقیقت شهادت جالبیه که یه ایکس دیگه است البته، ولی مهندس ایرکزاده در واقع ایشون یکی از نمایندگان مجلس بوده و هوادار مصدق. میگوید که در روز 28 مرداد همه نمایندگان هوادار مصدق و دوستانش در مجلس جمع شدند و از او خواستند که لااقل یک اعلامیه بده که در این اعلامیه مردم دعوت بشن به این که حضور پیدا کنند در صحنه و جلوی گروه‌هایی رو که به نفع شاه و زاهدی تظاهرات می‌کنند گرفته بشن. چون مصدق روز 27 مرداد حزب توده رو سرکوب کرد، روز 28 مرداد هم به روزنامه‌های هوادار خودش گفته بود که به اعلام بدید که کسی به خیابون‌ها نیاد، که اینا همه مستنداتش وجود داره که روز 28 مرداد به دستور شخص مصدق روزنامه‌های هوادار او بیانیه‌های چاپ کردند که امروز روز 28 مرداد کسی به خیابون‌ها نیاد. بنابراین هواداران مصدق گفتن بابا یه بیانیه بده در رادیو خونده بشه که مردم بیان وارد صحنه بشن، همون مردمی که 99.9% رأی در رفراندوم انحلال مجلس دادن. حالا من این نقل قول رو عیناً برای شما میخونم از جناب زیرکزاده. میگه ولی آن روز، یعنی روز 28 مرداد، واضح بود که دکتر مصدق مردم را در صحنه نمیخواهد، همون مردمی که اینقدر ازشون دم زده میشه. از همون ساعت اول که خبر آشوب به نخست وزیری رسید، تمام آنهایی که در آن روز در خانه نخست وزیر بودند بارها و بارها تک تک و یا دست جمعی از او خواهش کردند اجازه دهد مردم را به کمک بطلبید. موافقت نکرد. نخست وزیری که ملی میدونه خودشو، چرا مردم رو بیخبر نگه میداره؟ چرا دعوت نمیکنه بیایید تو صحنه و جلوی اونهایی رو که مدعیان اراذل رو باشن بگیرید؟ بالاخره یه نخست وزیر یا باید از ناحیه مجلس حمایت بشه که مجلس رو منحرف میکنه، تیغ به روی مجلس میکشه. این که میگن مجلسی مشت گروه ها بودن و اینا، اتفاقا مجلس دوره 17 بهترین مجلس دوران مشروطیت بود، تنها با انحلال مجلس به شدت مخالفت کردن، اونم حقشون. چرا؟ برای اینکه اونم یه اقلیتی، چون 57 از این نماینده های مفلوک استعفا کردن. حالا عجیب، تاریخ شگفت انگیزه، بعد از 28 مرداد این 57 نماینده‌ای که استعفا داده بودن وقتی ورق برگشت دیدن سرشون بی‌کلاه بود. اینا اومدن درخواست کردن که استعفاشون رو پس بگیرن، ولی یه عده‌ای از اون نمایندگانی که استعفا نداده بودن گفتن نه، نباید اینا دوباره بیان به مجلس، چون اینا وقتی تو مجلس بودن سنگر دفاع از حقوق ملت رو ترک کردن، حالا میخوان دوباره بیان تو مجلس چی بگن؟ خب مجلس منحل شد. میگه ارتش در اختیار من نیست در حالی که در اختیار شد. وقتی که یه عده‌ای تو خیابون‌های تهران دارن تظاهرات میکنن، باید مردم بیان به صحنه. میگه تک تک بارها و بارها تک تک و یا دست جمعی از او خواهش کردن اجازه دهد مردم را به کمک بطلبی، موافقت نکرد و حتی حاضر نشد اجازه دهد با رادیو مردم را با خبر سازی. من هنوز اینجا کی بود نمیدونم، سوال راجع به مرحوم دکتر فاطمی کرده،
من اینجا این نقل قول رو میخوام با دقت اون آقایی که این سوال کرده بشنوید. میگه من هنوز این مال ساعت بعد از ظهر 28 مرداد، من هنوز قیافه خشمناک دکتر فاطمی را در خاطر دارم که پس از آن که اصرارش برای باخبر کردن مردم به جایی نرسیده بود، از اتاق دکتر مصدق خارج شد، فریاد زد این پیر مرد، یعنی مصدق، آخر همه ما را به کشتن می‌دهد. خب کی او را به کشتن داد؟ اگر او طرفدار مردم بود، حتی اگر مردم را خبردار می‌کرد که بیان واسه یه میتینگ بدن که قدرت به دست زاهدی نیفته و این اتفاقات رخ نده. خود او میگه آخر این پیر مرد آخر همه ما را به کشتن می‌دهد و همینطور هم شد. وقتی یه نهضتی شکست میخوره، سرنگون میشه، بالاخره یه دهی هم تصفیه حساب باشون میشه. این واقعیت ها رو باید نسل جوان ما بدون دنبال فرمول های خانم آلبرایت و اینها نه. سوالی هستش با توجه به کم بوده وقت از هر دو عزیز میپرسم، منتها در اکثر 3 دقیقه لطفا. با توجه به حمایت آیت الله کاشانی از شاه در شبه کودتای 9 اسفند 31 و حمایت ایشان از دشمنان دکتر مصدق چون زاهدی و بقایی، چقدر نقش ایشان در شکست سیاست های دکتر مصدق و استیلای استبداد داخلی و خارجی در ایران را موثر می‌دانید؟ من دوست ندارم وارد اشخاص بشم در مسائل عجیز. من جریان ها رو همیشه ارزیابی کنم. بنابراین اشخاص نامشون زیاده و اون هم مشخصه دیگه، جبه ها متفاوت میشه، اشخاصی که جبه مقابل قرار میگیرن و ولی خب اونهایی هم که همکاری کردن همطور که اشاره کردن پاداش گرفتن، بعد از 28 مرداد پست و مقام گرفتن، وکیل شدن اینها شد. بنابراین اون که واقعیت 9 اسفند، خب آیت الله بهبهانی، آیت الله کاشانی که شاه عازم خانش بود خواستن که ترک نکنه ایرانه، اینا مسائلی است که مربوط بود. ولی در جریانی که جبهه بندی هایی که شد، خب گروه هایی که جدا شدن مخالف شدن خب تعدادی بودند، ولی خب آیت الله کاشانی جایگاه میشه خاص خودش داشت از لحاظ نفوذی که بین مسلمان ها داشتن و سوابقشون. ولی بنابراین مقطع ها فرق میکنه، در یک انسان ها کشیده میشن در یک رویداد های حوادثی که شاید خودشون نمیخواستن کشیده بشن. بنابراین باعث تأسف بود این جدایی، این جدایی ها و برخورد ها نتیجهش به ضرر مردم ایران و ملت ایران بود. آیت الله کاشانی و مجلس، شادروان دکتر مظفر بقایی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، اینها نمایندگان شجاع مجلس 17 بودند که دیگه تکرار نشدند. یعنی نمایندگانی و این خوشفکری، شجاعت، پایبند به قانون اساسی دیگه در ایران حتی در جمهوری اسلامی نیامده. اینها فقط و فقط با مصدق سر انحلال مجلس درگیر شدند که جلوی انحلال مجلس رو بگیرن و واقعا کارنامه درخشانی از خودشون باقی گذاشتن که دفاع حقیقی و شجاعانه از مشروطیت در کارنامه این مجلس ثبت شد. آیت الله کاشانی با مصدق مخالفت نکرد، حتی تا خرداد سال 32 و قبل از اینکه او دنبال انحلال مجلس بره هنوز از او حمایت میکرد. و من اینو اشتباه آیت الله کاشانی میدونم و اعتقاد دارم باید آیت الله کاشانی 1 سال قبل دست از پشتیبانی مصدق برمیداشت، چون خیلی ها به این نتیجه رسیده بودن که این آدم مرد کار نیست و تجربه هم نشون داد همینجوره. ولی حالا این تبلیغات شده که میگن آیت الله کاشانی پشت مصدق و خالی کرد یا جدا شد. نه، هرگز، اونها با انحلال مجلس مخالفت کردن، کار شرافتمندانه بود، کار شجاعانه بود
کمتر کسی تو نمایندگان این شجاعت رو داره که در برابر موجی که بیگانگان راه انداختن و حزب توده هم پشتش بایستاده ایستادگی کنید. شما حزب توده رو کوچیک میگیرید، ولی حزب توده یک نیروی قدرتمندی بود که تمام اقداماتی که مثلا انجام داد با پشتیبانی منحصر حزب توده، حزب توده غیر قانونی، حزب توده که هم قوانین لازم و اجرای کشور اون رو غیر قانونی میدونست، هم منحله اعدام شده بود. خب این چه دولت ملی است که بیاد با نیروی مجلس بیاد سر کار، ولی تکیه‌گاه خودشو بذاره حزب توده و مجلس رو منحل کنه؟ آیا این دولت میتونه دولت ملی باشه؟ به همین دلیله که سید ابوالحسن حائری زاده از نمایندگان برجسته مجلس هفدهم انحلال مجلس و قیام علیه دولت ملی دونست، که طبق ماده 82 قانون مجازات عمومی وقت کیفر اون اعدام بود. یعنی همون کاری که محمد علی شاه کرد، مجلس رو به توپ بست، ولی او عرضه نداشت که راه عوام فریبی در پیش بگیره، اختناق در کشور ایجاد کنه، رسانه ها رو تعطیل کنه و بیاد مردم رو فریب بده. بنابراین واقعا انحلال مجلس قیام علیه حکومت ملی بود و فقط این در دوره دولتی که مدعی ملی بودنش هستن اتفاق افتاده. اینها به هر حال واقعیت هاییست که چه من بگم چه نگم در سینه تاریخ 20 ساله 1320 تا 1340 ثبت شده. انبوهی از اسناد و مدارک وجود داره که بالاخره اینها باید مورد بهره برداری پژوهشگران قرار بگیره تا ما بیش از این تاریخ نگاریمون رو انگلستان و سیا انجام ندن. سوال آخر بحثم، سوال خارج از چارچوب بحث امروز اما مهم، در رابطه با فردی که خیلی وقت هست و مدتی هم هست که حالش خوب نیست. جناب آقای دکتر باوند، بنده از این پرسش خارج از چارچوب پوزش میخواهم، اما آیا هیچ طرح و ایده ای برای اولین زندانی سیاسی پس از 57 جناب آقای عباس امیر انتظام در راستای زدودن دروغ‌ها و اتهامات خلاف واقعی که به ایشان نسبت دادن دارید؟ به عنوان ادامه سوال، به نظر شما گفتمان اصلاحات و اشخاصی مثل سید محمد خاتمی میتوانند و باید گزینه مردم در جهت گسترش دموکراسی باشند؟ یه نکته میگم آقای زده پرشمی نشستگاه وکیل اول تهران یعنی زمان اینو که جدا میگم بالاخره پاداش بس میگیرم، ولی آقای امیر انتظام خب میدونی که کسیست که در حال 25 سال زندان رو پذیرا شد به دلیل موضعی که اتخاذ کرده بود و یکی از انسانهای با شرافت مند وطن پرست ایران دوسته. در حال الان هم خب از نظر مشکلات جسمی داریم که امیدوارم هرچه به زودتر بهبودی حاصل کنم. ببینید باید گزارش هر رویداد در شرایط و اوضاع احوال خاص خودش بررسی کرد. من فکر میکنم در شرایطی که جبهه بندی منطقه‌ای شده و دولت ترامپ هم که تصمیماتش همیشه تا حدودی با تردیدها چون جهل ایجاد وهم میکنه تو تصمیمات که متعارض حرفایی که میزنه، بنابراین با توجه موضعی که نسبت به ایران اتخاذ کرده و نزدیکی که در منطقه ایجاد شده، حتی ترکیه هم تغییر موضع از یه زاویه دیگری داده، در این شرایطی که نگران کننده هست برای مملکت، من فکر میکنم پیشنهادی که شده و سوی آقای خاتمی جهت خیرخواهی و دلسوزی برای مملکته و فکر میکنه در این شرایط اگر مملکت بخواد متشدد و یا در شرایط نامطلوبی باشه با این جبهه‌بندی که از خارج شده احتمالش هست که در آینده دست به کارهای بزنن یا پیونیتیف میشه اقدامات طبیعی یا غیره، در هر حال همبستگی درونی در شرایط خاص خودش دیگه. شما در یه شرایط برجام برای چی؟ برای که ما در تنگنای اقتصادی قرار گرفته بودیم، بنبست قرار گرفته بودیم، نگرانی هایی بود از تحریم های بیشتر و احتمالات خیلی بعید استفاده از استراتژی سخت افزاری، و
بنابراین در اون شرایط برجام موفقیتی تلقی شد. در شرایط امروز هم من فکر میکنم پیشنهادی که شده در جهت خیر و مصلحت مملکت و مردم بوده. دیگه خیلی ممنون و متشکر. بحث ما اینجا به پایان میرسه. امیدواریم که موضوع باز هم پیگیری بشه، چه از جانب دانشجوهای این دانشگاه یا دانشکده یا دانشجوهای سایر دانشگاه ها. ممنونم از حضار عزیز و دوستانی که مفصلا سوال پرسیدن. ببخشید اگر وقت نشد سوالتون رو طرح کنیم. برنامه همونجا به پایان میرسه. ممنون که تشریف آوردید.